با سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید لحظاتی شاد و دلی آرام داشته باشید. پریسا ساعد هستم در برنامه گفتمان هفته در غیاب آقای زیا آتابای در خدمت شما خواهم بود. در کنار من دوستان من آقای آرام حسامی، آقای کامبیز قائم مقام و از راه دور آقای امید حبیبی‌نیا خواهند بود. گفتگو می‌کنیم در رابطه با نشست‌هایی که پس از جنبش مدنی ایران یا اعتراضی ایران در سال 88 در خارج از کشور برای دموکراسی خواهی یا رویارویی با استبداد مذهبی شکل گرفته و شاید فرصتی باشه که نگاهی آسیب شناسانه هم به پیامدهای این نشست‌ها بیاندازیم، چرا که مقطعی بودن و در حقیقت ابهاماتی که این نشست‌ها برانگیخته زیر پرسش و سوال بسیاری از محققین، کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران و عاشقان میهن است. خیلی خوش آمدید آقای آرام حسامی، آقای کامبیز قائم‌مقام، آقای امید حبیبی‌نیا رو داریم ما. آقای اتاق فرمان، آقای امید حبیبی‌نیا رو با خودمون داریم. آقای حبیبی‌نیا خیلی خوش آمدید. سلام، منم سلام میکنم به شما و مهمانان برنامه و البته مخاطبان و در خدمتتون هستم. بله، متاسفانه ما تصویر شما رو نداریم به خاطر اشکالات تکنیکی. انشالله بتونیم وصل بکنیم تصویر شما رو که دوستان بتوانند تصویر شما رو هم ببینند. سوال رو از اینجا شروع میکنم که به طور کلی این نشست هایی که در خارج از کشور به وقوع پیوسته به خاطر مقطعی بودنش و ابهاماتی که در حقیقت به وجود آورده زیر سوال میره. اهداف این نشست ها و به طور کلی راهکارها و سیاست های در حقیقت راهبردی این نشست ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای امید حبیبی‌نیا با شما شروع میکنم. صدای من میشنوید؟ بله. درباره نشست ها و مسائلی که مطرح شده در چند ماه اخیر، به خصوص بعد از کنفرانسی که در استکهلم برگزار شد و اخیرا هم در واشنگتن، مسائل مختلفی مطرح شده، از جمله اینکه آیا اصولا اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور توانایی و قدرت این کار را داره. حالا بحث صلاحیت یا اینکه تاثیرگذاری در کشور و این حرفا بحث‌های دیگری هست، ولی آیا توانایی این را داره که یک جبهه متحدی از تمام نیروها و جریانهای موافق براندازی قهرآمیز جمهوری اسلامی ایجاد بکنه یا خیر؟ برای اینکه ما اینجا دو تا گفتمان داریم در برابرمون. یک گفتمان اصلاح طلبی هست، یعنی معتقده که در درون نظام جمهوری اسلامی اصلاحات امکان پذیر هست و امکان اینکه جمهوری اسلامی با وعده اصلاحات، حالا میگن از بین 7 سال هست و 700 سال و روند طولانی هم داره، به اصطلاح به یک نوع دموکراسی نیم بندی ممکنه برسه و وضعیت بهتری ایجاد بشه وجود داره. گفتمان دیگری که به عقیده من اکثریت نیروهای اپوزیسیون را تشکیل میدن، یعنی اپوزیسیون واقعی در واقع، و اکثریت جوانان، کسانی که توی خیابون اومدن توی این دو سال اخیر را تشکیل میدن، کسانی هستند که معتقدند، همونجور که در شعارهای مردم هم در خیابانها دیدیم، معتقدند که جمهوری اسلامی نظام اصلاح پذیر نیست. در 33 سال گذشته ما انواع جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی را تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به دلایل مختلف، هم ماهیت ایدئولوژیک، هم ماهیت ساختار قدرت، هم ماهیت در واقع نقش مذهب در اون نظام جمهوری اسلامی، نظام اصلاح پذیر نیست و این تجربه 33 سال گذشته ماست و خواهان سرنگونی قهرآمیز اون هستند، حتی نه سرنگونی با یک روند طولانی، یک روند، یعنی این نظام باید از ریشه و اساس سرنگون بشه و یک نظام دموکراتیک جایگزین بشه. بنابراین این بحثی که مطرح هست در این زمینه این هستش که آیا این کنفرانس ها با این ترکیب و این نیروهای سیاسی که در اونها شرکت داده میشن، توجه بکنید که شرکت داده میشن، یعنی انتخاب میشن در حقیقت از افراد به خصوصی دعوت میشه، دقیقاً
آیا اینها صلاحیت این را که به عنوان اپوزیسیون سخن بگویند با توجه به این بافت و ترکیب را دارند یا خیر؟ ببینید وقتی که این دو گفتمان مطرح میشه، شما اگر که بخواید که یک بالانسی ایجاد بکنید، اگر فکر کنید که بعد بین نیروهای مختلفی که در خارج از کشور وجود دارند، حالا با توازن مختلفی که وجود داره یک بالانسی ایجاد بشه، در یک جایی همشون به صورت دموکراتیک جمع بشن و گفتمان بکنن و تعامل بکنن، بحث بکنن، راهکار بیابند. اگر که شما 99% به اصطلاح شرکت کنندگان در اون کنفرانس کسانی باشن که به نوعی به مدارا و سازش یا اصلاح طلبی، گفتمان اصلاح طلبی معتقد باشن و اون 1% هم درصدی باشن که چندان نقشه در واقع نقشه تریبون، نقشه در واقع سیاهی لشکر ویترینی دارن برای کنفرانس بله. نقشه بله. چندانی ندارن بله. چندان نمیتونه تاثیرگذار باشه بله. به اعتقاد من. و این در واقع نقص غرض هم هست که شما فکر کنید که کسانی که معتقد به اصلاح طلبی هستن با کسانی که معتقد به سرنگون طلبی هستن در یک جا جمع بشن و از حاصلش یک اتفاق دیگری بیفته. حالا گذشته از این که حالا اونهایی که معتقد به اصلاح طلبی هستن داره چه ساختار قدرتی هستن، حالا شاید در ادامه بحث بهش بپردازید. به هر حال بحثی که من اینجا می‌خواستم مطرح بکنم این هستش که آیا اساساً کسانی که این دو کنفرانس یا کنفرانس‌های مشابه در آینده برگزار میشه صلاحیت این کار رو دارن که به عنوان اپوزیسیون سخن بگویند یا نه؟ خوشحالیم که تصویر شما رو داریم، مدتی نداشتیم در ابتدای برنامه. تشکر میکنم با ما باشید. آقای آرام حسامی، سخنان آقای امید حبیبی‌نیا رو شنیدید و همچنین آقای قایم‌مقامی. بحث بر سر این هستش که این نشست‌ها همونجوری که ایشون اشاره کردن واقعا وزن سیاسی نیروهای مختلف رو رعایت میکنه؟ آیا انصاف سیاسی و اخلاق سیاسی در این نشست ها وجود داره که بتونه واقعا یک گفتمان دموکراتیک رو آنچنان که خواهان در حیثیت گذر به دموکراسی هستیم رو به وجود بیاره؟ بفهمید. ببینید، من امروز اینجا برای فقط و فقط صحبت راجع به یک کنفرانس و اون کنفرانس مهرداد مشایخی که در واشنگتن برگزار شد. بحث جالبی پیش کشیدن، من موافق نیستم با بحث ایشون، اما این اگر بحث شد ادامه میدیم. اگر این صحبت‌ها رو در رابطه با کنفرانس واشنگتن مطرح می‌کنید، ما در حقیقت یک سال پیش اجازه بدید من این صحبت‌ها رو در رابطه با نشست‌هایی که بعد از جنبش مدنی بله. ایران در حقیقت نشست‌های بسیاری داشتیم، لندن، پاریس، استکهلم، به طور کلی یک ارزیابی کلی از این نشست ها داریم میکنیم و به طور ویژه چون شما اینجا حضور دارین به نشست واشنگتن هم خواهیم پرداخت. آها، پس الان فقط نظر راجع بله. ببینین، من این نظر شخصیمه بله. اعلام میکنم به شما. ببینین، این بحث درست نیست که یا شما براندازی میخواین یا در حقیقت مدارا یا اصلاحات. اگر اینو برگردونیم لغت‌های انگلیسی رو استفاده کنیم، می‌بینین که این دوگانگی درست نیست. شما گذار به دموکراسی راه‌های متفاوتی رو داره و این راهکارها بستگی به نظام‌هایی که حاکم هستن داره. بنابراین شما می‌دونید یک نمونه‌اش هست که فروپاشی میشه، یه نمونه‌اش هست که در حقیقت با رأی مردم یه نظام به رفراندوم گذاشته میشه و منحل میشه، یا اصلا منحل میشه تقاضای مثل یک شرکت اومنا، یک شرکت حقوقی و از بین میره. این گفتمان درست نیست. اما مسئله اصلاحات رو هم به نظر من بد درک شده. ببینید، اگر به انگلیسی اینو برگردونیم، ما میگیم انقلاب یا دگرگونی که ریولوشن هست و بعد میگیم ریفورم که این در حقیقت اون تضاد هگلیان و مارکسیستیشو شما متوجه میشین، مثل ادوارد برنستین برخلاف لنین مثلا نه. اما اگه به انگلیسی نگاه کنیم، ریفورم یعنی در حقیقت تغییر دادن رژیم یا اصلاح کردن. درسته؟ ریفورم یعنی به طور کلی اصلاح کردن و ترمیم کردن. بله، اینجوری من بله یعنی بله. الان مسئله‌ای که قاطی میشه با این جنبش اصلاحاتی است که مشخصا در ایران شروع شده و اسم جنبش مخصوصیه. یعنی وقتی شما اینا رو یکی کنین یه چیزایی با هم قاطی میشه. صحبت این که چگونه بایستی وظیفه این کنفرانس ها و هدفشون چی هست بحثی است جدا. ولی من به طور کل بگم، ببینین، اگر وضعی بود در ایران که
که این نشست ها و صحبت ها و گفتمان هایی که مطرحه میتونست در ایران مطرح بشه، خب این کارو در ایران انجام میدادی. لازم نبود ما بشینیم اینجا، اصلا وجود شما اینجا به خاطر که ایران شما نمیتونه آزادی رسانه‌ای داشته باشین. بنابراین وظیفه اونایی که خودشون اپوزیسیون در خارج کشور میدونن این هست که راهکار نشون بدن. براو. و مسئله آسیب شناسی ما در 33 سال گذشته این بوده که بحث و نظر پردازی زیاده، به قول دکتر امیرحسین گنجبخش همهمه زیاده، اما به طور پروژه‌ای و مشخص و آکادمیک به این نگاه نشده. یعنی من آکادمیک رو میخوام یه جور دیگه استفاده کنم، ما نه همه نظر میدن، اما نه احزاب، نه شبکه‌ها، نه گروه‌ها، نه اونایی که خودشون واقعا اپوزیسیون میدونن طرح‌های مشخصی برای گذار به دموکراسی ارائه کردن. یعنی طرح‌های کاربردی. کاربردی. نشست مرداد مشایخی در واشنگتن هدفش این بود که خودشو متمایز کنه از این نشست‌های دیگه و صحبت و همهمه ها، بگه آقا جون بعد از 33 سال که گروه‌ها، احزاب، شبکه‌ها، افراد کار کردن روی این پروژه‌ها، بیان واقعا ببینیم چه بیرون هست. بله. اما اینم باز درست نیست. در کنفرانس واشنگتن ما یک فراخوان خصوصی دادیم، 50 نفر رو دعوت کردیم. اما بلا فاصله در همون حین یک فراخوان عمومی دادیم و دعوت کردیم از جامعه سیاسی که اونها هم بیان هر طرحی دارن بدن. بله. نه فقط اشخاص. اجازه بدید به طرح کنفرانس بله. واشنگتن خواهیم پرداخت. آقای جامعه مدنی رو هم دعوت کردیم، اینم رو بگم. حالا میرسیم به اونجا. آقای قائم‌مقام بفرمایید نظرتون رو به طور کلی رو پرسش نخستینم. بله بله. ببینید من با صحبت‌های دوستمون که کردم در آقای امید حبیبی نیام. آقای امید حبیبی. به طور کلی کاملا موافق بودم، ولی همین بحثاست که گاهی اوقات این اختلافات رو چیز لازم است که انجام بشه. ما وقتی صحبت از یک جنبش داریم میکنیم، به خصوص صحبت از یک جنبش خشونت آمیز، جنبشی که بدون اینکه به اصطلاح ابزارش رو داشته باشیم، بدون اینکه جریانش رو داشته باشیم، فقط در حد صحبت میمونه، حتی اگر در بهترین نوعش هم یه همچین جریانی انجام شه، ما توجه کردیم در تمام جاهایی که به اصطلاح این جنبش خشونت آمیز انجام شده، آخر عاقبتش دست یه به اصطلاح دیکتاتورها افتاده. این کاملا آدم برداشتاشو داره میبینه. ولی بحث دوم ماجرا اینه که آیا شما از درون یک نظام میتونین اینو تبدیلش کنین به یه نظام دیگه؟ اونم بحث است. چرا تو شیلی هم چه کاری انجام شده؟ تو من کشورهای دیگر نمیبینم، ولی در فیلیپین، در خیلی از جاها هم چه چیزی نیست. آقا میگن بره طرف، اصلا صحبتی این نیست که چیزی جاش بیا یه آدم معاونش یا آدم بهتری بشه یا همچین ترتیبی. ولی هیچ کدوم اینا صحبت از خشونت آمیز انجام ندادن. به مجرد ردی که صحبت از این که آقا این باید با خشونت این داستان ها بین بره، این یه ضربه هم چیزی هم میده دست رژیم و هزار تا قانون. میدونی که قانون انعکاس تضادهای جامعه است. اگه جامعه در خدمت ارتجاع باشه، تمام قوانین به نفع اون نوشته میشه. اگه جامعه در خدمت به اصطلاح خلق باشه، مردم باشه، غیره، به نفع اون. امروز جامعه در خدمت اینها هست و تمام قوانین رو جوری نوشتن که هیچ این عوض نشه. حالا من بیام بگم که آقا من میخوام یا همچین جریانی رو انجام بدم، از درون رژیم این رو عوض کنم، و میدونیم که شما تو قانون اساسی جوری نوشتن که هیچ کدوم این جریانات شما نمیتونید تغییر بدینش، تو جریان نتیجتا میمونید. اول کار وقتی هیچ جنبشی نیست، هیچ جریانی نیست، آدم دفاع میکنه از یه موجودیت یه جنبش. ولی وقتی جنبش شکوفا شد، داره میبینین این همه جریانات تو ایران داره صحبت میشه، انواع و اقسام نظرات داره میره، اون وقت اگه بیافتیم دنبال اینکه آقا ما میخوایم حکومت رو یه تحول کوچیکی درش انجام بدیم، شاید اجازه بدن اینها دو مرتبه انتخاب بشن. این به نظر من در رابطه با این نشست‌های خارج و غیره هم دارم میگم. یه وقتی شما خواهد سمینار بذاریم، آقا بیایم مثل این برنامه، مثل غیره، نظرات میخواد گفته بشه و بره، اصلا اشکار نداره، هر جوری میخواد سلطنت طلب ها باشن، هر جوری این گذاشته. یه وقت بس دیگه است. حالا من جوری دیگه گرفتم اینه که ما خواهیم سمینارها رو بذاریم، این سمینار رو می‌خوایم بذاریم، از تمام این افراد هم داریم دعوت می‌کنیم، به هیچ سازمانی هم بستگی ندارن، آخر سر می‌خوایم جمع‌بندی داشته باشیم، راه حل داشته باشیم. اینا هرگز نمی‌تونن راه حل مشترک بدن با هم دیگه. می‌بینن که اینا اولا وابستگی به هیچ سازمانی ندارن، اونایی هم که به سازمانی وابسته دارن اونجا گرفتن نشستن میگن ما این کارینا، اونها هم نمی‌تونن همچین تصمیم‌گیری بکنن. نشه این افراد
از نظر اینکه سمیناری دارن میزنن، حرفا رو بسیار عالیه، ولی از نظر اون هیچی، تش تمومه، باید برین خونه، مثل اینجا باید برین خونه، هیچ کاری انجام نمیشه توش. سازمان ها دور هم جمع شن، یه تحولاتی میتونه باشه که اونم در اگه ادامه پیدا کرد، من میگم که سازمان رو چجوری اونا هم قادر نیستن هم چیکار بکنن. تشکر میکنم. بس بر سر این هستش که نشست های تحت عنوان گذر به دموکراسی در سال های گذشته بسیار بوده، اما علت مقطعی بودنش و علت در حقیقت بی حاصل بودن بعضی از این نشست ها منجر به یک بحران عظیمتری شده که من به عنوان یک دکتر روانشناس که لم نمیخواست این گونه خودم معرفی بکنم، به بحران اعتماد فکر میکنم، به فقدان اعتماد، یک نوع اعتماد زدائی از جامعه به خاطر عدم کارآمد این نشست ها بوده، در این حالی که ما به دنبال گذر از دموکراسی هستیم. در بعضی از این نشست ها حتی تمرین و تجربه دموکراسی هم نشده، یعنی اعتقاد به اصل کثرت‌گرایی و اعتقاد به انصاف اخلاقی، به انصاف سیاسی هم نبوده. همونجور که دوستمون آقای امید حبیبی نیا گفتن، بعضی از افراد انتخاب می شدن. من می خواهم این سوال رو بکنم که معیار سنجش افرادی که انتخاب شدن، یعنی اون که منتخب بودن، بر مبنای چه در حقیقت ارزش‌ها یا بر مبنای چه معیاری بوده؟ و حتی اونهایی که انتخاب کردن، پایگاه اجتماعیشون، مقبولیتشون، پذیرششون، در حقیقت اعتبارشون چگونه بوده؟ کدوم بخش از جامعه رو نمایندگی کردن و به نمایندگی کدوم بخش از جامعه صحبت میکنن؟ اینا سوالاتی است که دوست دارم که حالا اگر شما برمیخواید بگردین به نشست واشنگتن که تحت عنوان نشست دکتر مهرداد مشایخی، شادروان دکتر مهرداد مشایخی انجام شد، البته با سردرگمی ها و در حقیقت پیام های گیج و هرج و مرج آفرین در روزهای اول این مواجه بود، برای اینکه دو نشست با هم تقارن پیدا میکنن. برخی تصور کردن که نشست مریلند که شما آن رو تحت عنوان نشست دکتر مهرداد مشایخی اعلان کردید، هم ابتدا به نشست واشنگتن در حقیقت با نام نشست واشنگتن اعلامی و بیانی داد، سپس طبق نوشتار آقای دکتر نوری علا در گویا و حتی سایت سکولارهای سبز، ایشان بعداً فهمیدن که اگر که این، یعنی اعتراض داشتن که اگر این دو نشست با هم تداخل پیدا بکنن ایشون حضور پیدا نخواهند کرد، که بعداً گفتن این تغییر کرده به نام دکتر مهرداد مشایخی. مسئله دیگه که ایشون اشاره کردن این بودش که در بیانیه که من خودم متن بیانیه رو خوندم، دعوت میکنن از گروه های مختلف و دیدگاه های مختلف که در این در حقیقت نشست حضور پیدا بکنن، همچنین که خودتون اشاره کردید، و در این حال هم اعلان میکنن که هزینه از طریق شرکت کننده ها تأمین میشه و رسانه های گروهی هم دعوت دارن که شرکت بکنن. اما طبق نوشته آقای دکتر نوری علا، روز اول بعد از نهار ایشون اعتراض میکنن که چرا کارگاه ها با درهای بسته در حقیقت داره شکل میگیره، تشکیل میشه و رسانه ها هم حق حضور ندارن. آقای پیشاهنگ کوثر هم یکی از کسانی بودن که اعتراض کردن و بعد دوستان به سالن میان و یعنی اشکالاتی که اونجا پیش آمده، یعنی بر میگردونه این اندیشه رو که اگر قراری که ما یک حرکت دموکراتیک بکنیم، اگر قراری که ما بخوایم راهکار پیدا بکنیم، همونجوری که شما اشاره کردید، دنبال یک در حقیقت گفتمان سیاسی راهبردی هستیم، ابتدا باید به منش و رفتار خودمون در یک نشست توجه بکنیم که ببینیم آیا منش و رفتارمون چگونه تعریف میشه از اینو از محور دموکراسی و دموکراتیک. من میتونم سوال بله بفرمایید. عرضم به حضور انوارتون که من راجع به نشست‌های دیگه نمیتونم صحبت کنم. بله، نشست اما مکانیزم نشست مهرداد مشایخی رو چون از اول ماجرا در جریان بودم میتونم بهتون بگم. برنامه نشست واشنگتن از یک سال پیش طراحی شده بود توسط بنده، آقای امیرحسین گنجبخش و محمد تعوری و خانم حقیقت‌جو. اجازه من نه نه نبودم. نه خیر. وقتی که مهرداد عزیز چون جز این گروه بود فوت کردن، ایشون رو ما از دست دادیم و در حقیقت این سه نفر شروع کردن صحبت کردن به جای چهار نفر، صحبت کردن راجع به این که این نشست چگونه تشکیل بشه. هر کسی
در تمام دنیا آزاده هر نشستی رو دلش بخواد بذاره، طبیعتا. به شرطی که خودش رو میسرپرزنت نکنه، یعنی به این عنوان که ما در کار آکادمیک نشست‌های متفاوتی داریم و میگیم آقا جون هر کی پروژه داره راجع مثلا کامپیوتر بیاد ارائه بده. پروژه رو که ما دلمون میخواد روش کار کنیم و از نظر آسیب شناسی نه تنها جنبش سبز به این بر، بلکه 33 سال مبارزه اپوزیسیون خارج از کشور این رو دیدیم که مسائل راهبردی و پروژه های عملی اصلا مطرح نشده. نظر و نظر پردازی زیاده اما نشده. خب شما اشاره کردین به گروه ها. مسائلی که ما خودمون با شبکه های متفاوت در تماسی ما کار میکنیم اینه که اگر شما از طرف گروه بیان یک عده بایستی نظر بدن و در حقیقت تایید کنن و بعد آیا این پروژه گروه هست آیا نیست، آیا پشتش وای میسن، آیا اگر سوالی شد کی با کی. هنوز متاسفانه ما فقر سیاسی در جامعه ما زیاده، چون کی با کی بنشینه، کی جواب تلفن کیو بده، اینا مطرحه. ما گفتیم ببینین یک لیستی از 50 نفر آدمی که در حوزه سیاسی کار کردن و نظر پردازن یا تأثیر دارن رو درست کنیم. این 50 نفر رو دعوت کنیم به مشخصن، اما علاوه بر اون چون اکسکلوسیو نباشه و در حقیقت محدود نباشه، هم جامعه سیاسی و هم جامعه مدنی رو دعوت کنیم به اینکه یک هر کسی پروژه‌ای داره بیاد بده. هیچ کسی موظف نیست این کارو بکنه. و بعد در بیانیه خودمون من میخوام مشخصا اینو بگم، بحث و گفتگو این هست، گفتگو برای گذار به دموکراسی از راه در حقیقت بدون خشونت. این صحبت پروژه ما بوده. از اینم دموکراتی تر مؤثر نیست اینجوری که ما برگزار کردیم. چرا؟ چون ما اینو به طور زنده پخش کردیم و بعد افرادی مثل نیکوهنگ کوثر، مثل خانم شهره قاسمی، مثل آقای مختار، تقی مختار، اینها اومدن و آزاد بودن بنویسن و بفرستن. نه تنها اونها، آقای سربی مسئولیت پخش اینو قبول کرد، هر رسانه‌های دیگه هم اومد، ما جا داشتیم که ایشون اینا بیان کار کنن. صدای آمریکا اومد، بی بی سی اومد. بنابراین اینو که بهش انگ میزنین شفاف نیست، این اشتباه است. اشتباه، ببخشید، کسی انگ نزد که شفاف نیست. نخیر، تو برنامه شما اجازه بدین، تو برنامه های شما، تو برنامه های تلویزیون هم شما زیا هم شهرام همایون انگ های زیادی به نشست دادن که اینها. شما الان تو برنامه من هست، تو برنامه این تو این برنامه هستید که بله این تلویزیون هفته است. بله این تلویزیون من عدم مسئولیت رسانه ها رو میخوام خدمتتون عرض کنم. بله. و اگر در این تلویزیون آقای حسامی عزیز اجازه بدید از بحث خارج نشیم. نه نه من میخوام بگم شما وقتی میگید شفاف نیست، وقتی شما میگید شفاف، اجازه بدید سوال مشخص من از شما. آقای حبیبی نیا با ما هستید شما هنوز؟ آقای حبیبی نیا با ما هستید؟ بله بله هستم. بله. سوال مشخص من از شما با رفرنس به مقاله آقای نوری علا. بله. شما دور من زدید. نه نه من جواب میدم اونو. نه. من فقط مشخصا بس اون پس اجازه بدین اون من جواب بدم. در این حال توی همین تلویزیون اگر بحثی در رابطه با نشست واشنگتن شد هفته گذشته، از شما دعوت شد که تشریف بیارین و نظراتتون بدین. هیچ کسی دعوت نکرد. من خودم به شما زنگ زدم و برای شما پیام گذاشتم و از آقای من زنگ زدم به آقای زیا پیام گذاشتم. بعد از 36 سال بله، ولی قبل از اینکه شما راجع به یه چیزی صحبت کنید یا نظر بدید، بایستی لاقل دو طرف رو بیارید و صحبت کنید. نه ولی من سوال مشخصا جواب بدم. پاسخ من، پرسش من از شما این هست که نظرتون نسبت به مقاله‌ای که آقای نوری علا نوشته که دوربین ها رو اجازه ندن، رسانه های گروهی رو و ژورنالیست ها رو اجازه ندادن برن به ورکشاپ ها در روز اول، در نیم روز اول، و طرح‌ها در اتاق های دربسته، کارگاه های دربسته انجام شد تا که ایشون اعتراض کردن و روزنامه نگارها اعتراض کردن، بفرمایید که چگونگی این به چه صورت بود؟ این درست نیست. بکنم شما متوجه نشدین. ببینین من میگم کارو، بعد شما اگه خواستین نگاه کنین ببینین چی بوده. ما قرار بود دو روز پروژه رو ارائه بدن بچه ها. هر کسی پروژه داره، روز اول یه سری پروژه و برن توی کارگاه ها، روز دوم دوباره پروژه رو بدن برن تو کارگاه ها. توی کارگاه ها این نبود که در حقیقت خبرنگارها نباشن،
چون ما اعلام نکرده بودیم و بایستی به خاطر مسائل امنیتی و اینا یعنی برنامه کارو ندادیم، گفتیم کرم هاوس رول رو اجرا میکنن. یعنی که خبرنگارا میتونن بیان ولی نقل قول از افراد نمیتونن بکنن، چون افراد میتونن آزادانه صحبت کنن. بعضی از دوستان مخصوصا جوانای ما که اومده بودن، پدر و مادرشون هنوز دانشجوان، پدر و مادرشون خونه هاشون رو ودیعه گذاشته بودن، نمیخواستن توی تلویزیون اسمشون و چهرهشون بیفته. اما اصلا کارگاهی بدون رسانه برگزار نشد، اصلا کارگاهی برگزار نشد. آقای نوری الله اعتراض کردن وقتی آقای تحوری گفتن در کارگاه ها دوربین ها نخواهند بود، ما چرم هاوس رو رعایت میکنیم. آقای نیکاهنگ کوسر اعتراض کردن و گفتن که خاش به من گفته بودید که من این رو میدونستم. آقای نوری الله هم گفتن اگر قرار باشه دوربین نباشه من میرم، شرکت نمیکنم. ما یک جلسه فوری تشکیل دادیم، قانون رو عوض کردیم، کارگاه ها رو تعطیل کردیم، تمام جلسه رو شفاف برگزار شد بدون هیچ وقفه‌ای در کار مثلا کنفرانس. بله، به هر طریق یک، یعنی شما میفرمایید که همه روند این کنفرانس بدون اشکال بود. نخیر. یعنی افراد نخیر. که آمده بودن، یعنی این به طور کلی برنامه این ورکشاپ ها و اینکه این صحبت هایی که یا مقالات که من اینجا دارم، اگر که بخواید من کد از مقاله آقای نوری الله میخونم، امیدوارم که اگر که اشتباه میکنم به هر حال. نه، من ببین این یه چیزی نیست که من فقط بگم و نتونیم به اصطلاح نشون بدین. بر تمام برنامه، من الانم باز به بینندگان میگم، خیلی از افراد نظر پردازی میکنن بدون که برنامه رو دیده باشن. تلویزیون ایران ما تمام کنفرانس رو ضبط کردن، آنلاین هست و شما میتونین به طور مشخص کلیک کنین و روز به روز، ساعت به ساعت این رو ببینین. از اول برنامه تا آخر برنامه ضبط شده و پخش شده. اصلا کنفرانسی تا به امروز نبوده، من به یاد ندارم که تمام برنامه به طور مشخص از تلویزیون پخش بشه. این کار در واشنگتن در کنفرانس مجلس مشترک انجام شد. اجازه بدید من اینو بخونم. کد از نوشته آقای دکتر نوری اعلی. بله، در روز نخست پس از نهار دوربین های تلویزیونی به کارگاه ها جدا جدا راه داده نمی به کارگاه های جدا جدا راه داده نمی شود. دلیل این بود برخی از شرکت کنندگان به ایران رفت آمد دارند و نمی خواهند چهرهشان پیدا شود. بله، شما می فرمایند من با فریاد و اعتراض در این زمینه اعتراض کردم. این درسته، ولی اصلا کارگاهی اینو شما بله. من اینکه بهتون گفتم اصلا کارگاهی علمان عرض کردم خدمتون، بعد از بحث‌های بعدی که سه تا از دوستان پروژه‌هاشون رو ارائه دادن. حالا اجازه بدید من آقای امید حبیبی نیا، شما نظری در رابطه با کنفرانس با نشست واشنگتن دارید؟ ببینید، من در ادامه اون صحبتی که کردم و اینو توضیح بدم که وقتی که ما میگیم که مبارزه قهرآمیز، منظور اون مبارزه حالا حتما خشونت‌آمیز، منظورش استفاده از تمام تاکتیک‌هایی هستش که مدارا و سازش رو نفی میکنه، یعنی اون تاکتیک‌هایی که مثل اسب تراوا و این حرفایی که اصلاح طلبان در این دو سال اخیر به کار بردن و به هیچ جایی هم نرسیدن، مبارزه ای هستش که اساس و پایه رژیم جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. این مبارزه قهرمانی است. در مورد این کنفرانس واشنگتن هم من حالا خوشبختانه حسامی هم اونجا هستن، میشه صحبت کرد. این که اساسا طیف شرکت کنندگان و کسانی که ازشون دعوت شده بود نمایندگان چه در واقع کسانی هستند، چه نیروهای سیاسی هستند، آیا کسانی که معتقد به براندازی جمهوری اسلامی هستند و در طیف میانه و چپ قرار میگیرند به این کنفرانس دعوت شدند؟ آیا هیچ احساس خلایی نکردید که از اینکه چپ ها در کنفرانس شما شرکت ندارند؟ آیا دعوتی شد و اونها قبول نکردن؟ و اگر اونها قبول نکردن فکر میکنید که چه دلیل داره؟ آیا میتونید تصور بکنید که کنفرانسی درباره مسائل سیاسی ایران، درباره آلترناتیو سازی، در مورد مسائلی که مربوط به اپوزیسیون هست تشکیل بشه و طیف میانه و چپ در اون شرکت نداشته باشه؟ اینا سوالات اساسی هست. نشون دهنده این هستش که تمام این کنفرانس ها و سمینارهایی که برگزار میشه و در واقع نوعی به دنبال تئوری سازی و آلترناتیو سازی هستند، نگاهشون به درون حاکمیت هست. به نوعی من نمیخوام بگم که این کنفرانس اینجوری بود، ولی
در واقع نتایج و محصلش به این طرف خواهد رفت. وقتی شما از افرادی که معتقد هستند، که معتقد به اصل ولایت فقیه هستند، معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، و بعد هم میرن میگن که ما در واقع ببخشید که در اون کنفرانس شرکت کردیم، عضو یک حزب مشخص سیاسی هستند که کارنامه مشخص سیاسی هم داره، و در کنار این افراد کسانی هم که معتقد هستن که جمهوری اسلامی اصلاح طلب نیست و اون 1% باقی مونده رو تشکیل میدن، نمیدونی انتظار داشته باشین که این کنفرانس به نتیجه برسه بدون اینکه یک طیف متنوعی از گرایش های متفاوت سیاسی رو در اون شرکت ندادشون، چه افراد به صورت فردی، چه احزاب به صورت حزبی. بنابراین این کنفرانس ها وقتی با این ترکیب های مشخص، یکی نوع وجود داره به اسم مزنورین همیشگی، فیلم هالیوودی هست احتمالا همه دیدن، وقتی که اتفاقی میفته همیشه اون مزنورین همیشگی در واقع پلیس میره سراغ اونها. این افرادی هم که در این کنفرانس ها در رسانه های مختلف، در رسانه های جریان انحصاری اصلاح طلبان در خارج از کشور دائم توی تریبون هستن و حتی در داخل کشور هم به اونها استناد میشه، همین مظنونین همیشگی هستن، یعنی کسانی هستن که دائم همین چند نفر هستن که به سراغشون میرن و همین ها هستن که در جاهای مختلف لابی های مختلف دارن و به عنوان نقش آفرین های جریان سیاسی به عنوان اپوزیسیون شناخته میشه. حالا اگه بحث شد، من در مورد این اصلاح طلبانی که در این چند سال اخیر وارد کشور شدن و یک جریان انحصاری اصلاح طلبی هم راه انداختن صحبت خواهم کرد، ولی فکر میکنم که این پرسش های اساسی است که باید بهش پاسخ داده بشه، چه افراد و گروه هایی را در این کنفرانس ها شرکت میکنند و اینها نمایندگان چه طیف فکری هستند و نتیجه این کنفرانس ها چیست؟ مرسی امید جان. قبل از اینکه شما پاسخ بدید، یک اشاره میکنم به اینکه از یکی از برگزار کنندگان وقتی سوال شد، پرسش مطرح شد که چرا همچون که آقای حبیبی نیا اشاره کردن از تمام گروه ها دعوت نشد، گروه X و Y دعوت نشد، ایشون در نشستی که در برنامه افق وایس آف امریکا داشتن گفتن شما از خانم حقیقت جو بپرسید. سوال من به اضافه سوالاتی که آقای حبیبی نیا مطرح کردن این استش که آیا برگزار کنندگان اختیارات و اطلاعات یک دست نداشتند در رابطه با کسانی که دعوتشون میکنن؟ بله، سه نفری که در حقیقت مسئول برگزاری، یعنی کمیته تدارکات این جریان رو اداره کردن، من، امیر حسین گنجبخش و آقای محمد تحواری بودن. دوستان دیگه پیوستن و خانم نیره توحیدی، آقای مهران براتی، ارزم بوده که کوروش صحتی و آقای فاروق زندی. بعضیا شرکت کردن، ما به هر حال با هم صحبت می‌کردیم، ولی کور گروپی که این در حقیقت نطفه این کار و هسته‌ای، این سه نفری که خدمتتون عرض کردم بود. من سوالا رو یکی یکی جواب میدم. یک نشستی است راجع به گذار به دموکراسی. وقتی من به شما میگم 50 نفر آدم سیاسی کار یا اونایی که وارد حوزه سیاسی هستن رو دعوت کردیم، بدونین که مد نظر ما بود که از تمام گروه‌هایی که نماینده دارن و کار میکنن دعوت بشه. گروه های چپ included، یعنی گروه های چپ هم بودن، دعوت شده بودن. همونجور که میدونید محدودیت زمان و مکان بودجه وجود داره. این نیست که شما بخواین یه لیست 500 نفری 5000 نفری درست کنین. مندیتی کسی نداره. یک عده اسمشون رو گذاشتن، یعنی آقای مرداد مشایخی، آقای این گروه، به علاوه این گروه اسمشون رو گذاشتن، یه درو دعوت کردن برای گفتگو. بنابراین دعوت شده بودن، چپ دعوت شده بودن، راست دعوت شده بودن، میانه رو دعوت شده بودن. بنابراین این درست نیست که دعوت نشده بودن. از گروه فدائیان دعوت شده بودن؟ فدائیان اقلیت؟ نه خیر، ترکیه فدائیخه؟ نمیدونم که چی مشخصا. از سیف سلطنت طلب و مشروط خواه دعوت شده بودن؟ بله، بله. عرضم به حضورتون که ما اینا رو در نظر گرفتیم، یعنی طرح دادیم. اما ببینین وقتی یک کنفرانس برگزار میشه و میگه فراخوان عمومی هم میده، میگه هر کسی، هر شخصی پروژه‌ای داره بفرسته، به شرط اینکه راجع به گذار به دموکراسی باشه، بدون خشونت و پروژه ملموس عملی ارائه بده. این کرایتریای ما بود. اما وقتی که آقای معتدی از کردستان عراق بلند میشن میان، ایشون اصلاح طلب نیستن.
تنها کسی که گفت من در این کنفرانس اگر میدونستم شرکت نمی کردم آقای آرش قفوری بود در بی بی سی که گفتن اگر من میدونستم این کنفرانس در راستای براندازی داره کار میکنه من نمیمدم. آقای آرمان چاروستایی، آقای آرش مهدوی و آقای محمود علی خانی اگر اشتباه نکنم هم اعتراض داشتند که اگر میدانستند که طرفدار برقراری جمهوری اسلامی که سوگند التزام به قانون اساسی رو میخواد بخوره در یک نشستی که به نام گذر به دموکراسی است و ایشون اصرار دارند که نه طرفدار در حقیقت جمهوری اسلامی هستند شرکت دارن نمی آمدن. پس برای این سوال مطرح میشه که افراد با ذهنیت های خاص خودشون آمدن، ولی ربطی به فراخوان ما نداره. ببینین صحبت اینه، ما میگیم هر کسی پروژه گذار به دموکراسی داره بیاد ارائه بده، پروژه های متفاوتی رو میشه. آقای صحبت این است. ببینید ما اصلا قصد بزنین روشن بکنم، شما همه زحمت میکشید، تلاش میکنید، تمام دوستانی که نشست های مختلف سیاسی میگذارن تلاش میکنن، زحمت میکشن که یک کار مثبتی انجام بشه، یک راه حلی پیدا بشه، یک راهکاری پیدا بشه برای رویارویی با معضل بزرگی به نام استبداد مذهبی. بله. شما فکر نکنید که شما الان اینجا اومدید محاکمه بشید. ما داریم بحث و گفتگو میکنیم. نه من فکر میکنم. فقط. و من فکر انگی زده نشده از طرف این تلویزیون حداقل. انگی زده نشده به شما و دیگران. بله. ما به خاطر شفافیت و در حقیقت روشن شدن مسائل، اگر در هفته گذشته کانفیوژن و یا سردرگمی به وجود و یا هرج و مرجی به وجود آمد، تقصیر رسانه های اینجا نیست. اتفاقا هست. نه اجازه بدید. چرا نیست؟ برای اینکه من نمیخوام از رسانه های اینجا دفاع بکنم. دو نشست در تقارن با یکدیگر در یک زمان با یک نام، نشست واشنگتن، نشست واشنگتن. اجازه بدید. اجازه بدید. شما الان اگر برید به رسانه هایی که اونجا حضور داشتن، نگویید که نیست، من که از خودم که در نمیارم. اجازه بدید. رسانه هایی که اونجا حضور داشتن هنوز هم فیلم های شما رو پخش دارن میکنن تیکه تیکه، میگن نشست واشنگتن. بله. خب ببنید. شما وقتی میگید نشست واشنگتن، در کنار شما همزمان یک نشستی دیگر اونجا هست که دوستان دیگری در ادامه نشست استاکوم در حقیقت اونجا نشستن و اون هم نشست واشنگتن میشه و بعد شما تصمیم میگیرید که بگویید این نشست مهرداد مشایخی است. خب این مقدار اجازه بدید من روشن کنم. نشست واشنگتن یک سال پیش طرح شده. اجازه من روشن کنم قضیه رو. نشست واشنگتن یک سال پیش طرح شده بود. روز و ما این رو بعد از جمعه ای که دوستان عزیز من آقای شهریار آهی، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد تعوری در صدای آمریکا بودند و راجع به کنفرانس می‌خواستن صحبت کنن و راجع به وظیفه اپوزیسیون من فکر می‌کنم، یک در برنامه آقای سیامک دهقانپور زیر اسم آقای شهریار آهی اشتباهاً نوشتن یکی از برگزار کنندگان کنفرانس واشنگتن. خب همینجا نگه دارین. من به بازتاپ ها کار دارم. بله. من گلمو بزنین، گلمو بگم راجع به تلویزیون های الی. حالا شما اجازه بدید صحبت های آقای حبیبی‌نیا رو نیم شما وقت زیادی ندید. کدوم پاسخ چی صحبت کی؟ ایشون پرسش های مطرح کردن که شما من جواب دادم. ببینید یک آقای کامبیز قایم‌مقام شما نظرتون چیست؟ بله. چی گفتن؟ بله. پرسش هایی که مطرح شد، من اجازه بدین، عدم توازن وزن سیاسی نیروها یک بود، دو که من این رو به عنوان یعنی استنباط من عدم انصاف اخلاقی و عدم انصاف سیاسی تمامت خواهی نیروهاست با تکیه به ابزارهای پشتیبانی که اینجا دارند از صدای آمریکا گرفته تا بی بی سی، به خصوص جریانات اصلاح طلبی که بیشتر من مایل هستم اگر وقتی باقی بمانه روی این جریانات که مانع بزرگی برای جنبش سکولاریسم در ایران هستند بحث و گفتگو بشه. ما خط داریم روی آقای زیا، شما روی خط هستید؟ بله، من دارم گوش میکنم. اگه اجازه بدید فقط من کوتاه موضوع میکنم. خواهش میکنم. اولا به همه آقایون خوش آمد بگم و بعد از دوست از آقای حسامی بگم که آقای حسامی اینجا تلویزیون زیا نیست، اینجا تلویزیون ملی ایران هست، بشه NITV. خواهش میکنم شخصیش نکنم، ولی بذارید من به شما یک چیز کوتاه بگم. شما در صحبت‌های خودتون که در ضبط خواهد شد همه جا پخش میشه و الان هم زنده پخش میشه، بعد شما میبینید در آرشیو هم خواهد، لطفاً برید نگاه کنید این خودتون چطور حرف زدید. شما در اینجا داریم از گفتید ما
بارها ضد نقیض این بود که یک جلسه 50 نفره گذاشتیم و به همین دلیل از افکار مختلف که خودتون فکر بر انتخاب کردید، فکر میکردید اینها فقط سیاسی هستن یا خیلی هم خوشون بودن، انتخاب کردید و آوردید اونجا. و بعد هم در بعضی که متوجه شد برگزار شد به میلیارها خبر دادید. آیه خانم شما خواهش میکنم پیش خودتون فکر کنید که آیا چند نفر حرف شما رو باور میکنن که شما به میلیارهای خارجی اصلا اطلاع ندادید و اونها آمدن، و چطوری میلیارهای ایرانی رو به هیچ کس اطلاع ندادید شما، در حالی که هر کسی هر کار سیاسی میکنه، مگر اینکه میلیارهای به قول شما لس آنجلسی برای شما مهم نیستن، ولی اگر نیستن اینجا چه کار میکنید؟ اجازه بدین آیه زیا ببینید، من حرف میارم عرض میکنم، بعد شما که تمام وقت هستید من فقط میکنم شما لطف کنید و جواب بدید. هر بین شما حرفایی که میزنم میخوام یه چیزی بهتون بگم. این آی تی وی تنها بدبختیش اینه که نمیتونه میدیا مثل میدیاهای آزاد دنیا باشه، به دلیلی که از حقوق مردمی که داره جون میکنن و میمیرن دفاع میکنه، و برای ایران این آی تی وی به صورت کل اعلام شده بارها، برای این آی تی وی انتخاب آزاد ملت ایران چیزیست که ایده این آی تی وی هست. اگر شما در پس فکرتون فکر میکنید من طرفدار سازمانی هستم و گروه هستم، لطفاً بروید و شعارهایی که همیشه پخش میشه ببینید. من ایرانم برام مهمه، نه کسی و نوع حکومتی. حکومتی باید سر کار باشه که آزادی ایران و ملت ایران رو داشته باشه. بنابراین توضیح من بهتون میدم، حمله به تلویزیون های لس آنجلسی قربان، خود ما هم به خود اندازه کافی حمله میکنیم، احتیاجی شما نیست، ولی شما لطف کردید 50 نفر رو دعوت کردید، گفتید که اول اینا نمیخواستین خبر بدن، ولی تلویزیون خارجی بی بی سی و سی بی پی بی همه اومدن، در نایان اومدن، فقط ماهایی که در این ور بودیم خوابیده بودیم، در حالی که ما میدونستیم داره این اتفاق میفته و تعجب هم میکردیم. بعد هم گفتیم اگر خصوصی چرا مردم خبر میشن؟ در تمام گروه های سیاسی، چه ناسیونالیست ها مثل جبهه ملی، چه چپ راست، هر کسی میگه اگر بخوان خصوصی با هم صحبت کنن اعلام نمی کنن مدیران اون سازمان یا حزب، ولی شما همه رو گفته بودید، پس بنابراین دیگه خصوصی نبود قربان. ولی چرا نمیخواستید که میدیای ایرانی، شما اگر طرفدار دموکراسی هستید، تا حتی میدیاهای لس آنجلسی اگر طرفدار یک سازمان چی گروهی بودن شما باید دعوت میکردید. الانم باز هم قدمتون روی چشم، همه شما اینجا مال شماست، ولی لطف کنید اینقدر سرکوب ما نزنید. شما تلویزیون های دیگری که میگه سراغشونه میلیون ها دلار پول دارن و تبلیغ، ما همه با بدبختی هر کسی با اشتباه با هر چیزی در کنار مردم ایستادیم. اگر بین ما کسانی بدی هم هستن، بین همه هست عزیزان، ولی لطفا ما را از ملت و ناسیونالیست جدا نکنید. شما مردم هر چی که اتفاق بیفته باید گزارش بدید. در این وقتی هم ما میاد یه عده مخالف میگن حرف میزنن، ما هم سوال میکنیم که اگر این درسته چی هست، کسی هم میاد از شما دفاع میکنه بازم پخش میکنید. ازتون باز ممنونم، تشکر میکنم آقای زیا. مسائل شخصی نگیری، نه خیر، لطف خوش، تشکر میکنم آقای زیا، حتما ایشون هم پاسخ خواهند داد. پریسا جان من مجبورم اینو جواب بدم. بله شما پاسخ میدید الان. بله گفتنشون قطع میکنم. عرضم به حضورتون که زیا جان ببینین من اصلا مسئله رو شخصی نمیگیرم، صحبتی که من دارم خدمتتون میکنم اینه، رسانه ها یکی از ارکان بسیار ضروری دموکراسی هستند، یعنی به عنوان یک جای بی‌طرف بایستی خبر رو اونجوری که وجود داره، تحلیل رو اونجوری که میدونند و بازتاب خواسته های مردم به جامعه سیاسی باشن. بله. مسئله‌ای که من دارم با اکثر تلویزیون های الینا همشون این هست که پیش داوری میکنن. فراخوانی اومده بود بیرون، ما اصلا جلسه مسئله رسانه و دعوت رسانه‌ای نبود، ما هیچ رسانه رو دعوت نکردیم، حتی ما به یک جای خصوصی پول ندادیم که بیاد پخش کنه، ما اعلام کردیم. صدای آمریکا، کیهان تهران قبل از اینکه یک ماه قبل از این کنفرانس نوشت راجع به این کنفرانس. من وظیفه شما، وظیفه یک خبرنگار اینه که وقتی یک کنفرانسی صحبتش میشه اینه که و راجع بهش صحبت میکنه اینه که زنگ بزنه به کمیته تدارکات اون یا یک نفر که مسئول هست، بگه آیا این درسته، خرج اینجا از کجا میاد، چجوری برگزار میشه، کیا دعوت شدن،
این کار از هیچ کدوم از تلویزیون‌های اینجا نشده ولی انگ زیاد داده شده. ببینین شما نمیتونین بگین جلسه شفاف نیست وقتی که داره مستقیم پخش میشه، وقتی که ما میگیم دعوت کنندگان اونجا حضور دارن، میدیا وجود داره. و بعد این گروه در همون فراخوان گفت این افرادی که دعوت کردن هیچ حقی برای خودشون قائل نیستن و مسئول هیچ گروه و شبکه نیستن. بنابراین این رو انگ نزنین که چرا دارد. من مسئله شخصی نمیگیرم، من وظیفه رسانه رو. ببینید شما الان، ببینید اگر شما این بحث الان ما میخوایم نقدی داشته باشیم و شما دلخوریاتون رو الان ما اجازه بدید شما بحث رو مطرح کردید. الان نیم ساعت ما داریم در این مسئله، در این موضوع. اگر شما واقعا به عدالت رسانه‌ای معتقد هستید، چرا اعتراض به صدای آمریکا نکردید که طرح براندازی آقای چاروستایی، آقای علی خانی، آقای اینها چرا اینا پخش شما اشتباه میکنید. حالا اجازه بدید. نمیشه. اشتباه میکنید، یعنی انفورمیشن درست ندارید. تصحیح کردن اینو. نه خیر اجازه بدید. ببین اصلا خانم وایس اف امریکا، چرا شما گوش نمیکنید به صحبت من؟ وایس اف امریکا تمام برنامه ما رو ضبط نکرده. برنامه ما رو آقای سربی ضبط کردن، اومدن با خانم شهره عاصمی ضبط کردن، اینو پخش کردن، برنامه براندازی رو پخش کردن، مستقیم همه دارن، الان هم رو اینترنت هست. آقای امید حبیبی نیا با ما هستید؟ هنوز با ما هستید آقای حبیبی نیا؟ بله بله هستم. من یه مقدار، ببینید من اینجا باز هم تصحیح میکنم، قصد این نیستش که کسی محکوم بشه، ولی اجازه بدید پیامد این بحثی که شما میکنید. ببینید شما یه رسان دارید بی بی سی و صدای آمریکا که بردش تمام دنیا رو میگیره و در این رسانه گروهی در حقیقت طرحهایی مطرح میشه که شامل تمام طرحهایی مطرح شده در اون جلسه نیست، ولی آقای حسامی با توجیه این که این طرحا در فلان تلویزیون اینترنتی داره پخش میشه پس بنابراین عدالت برقرار شده، دارن این بحث رو مطرح میکنن. نظر شما رو میخوام. بله این خیلی نکته جالبی. خب ببینید شما یه بحثی داریم به اسم هژمونی رسانه‌ای. بله من خب اینو چندین بار مطرح کردم، حالا اینجا بازم مطرح. بله در جمهوری اسلامی دو نوع انحصار رسانه‌ای داریم. یکی در داخل کشوره که شامل صدا و سیما، خبرگزاری فارس، کیهان و همه رسانه‌های دیگه‌ای میشه که در داخل کشور هستن، پروپاگاندا می‌کنن به نفع جناح غالب جمهوری اسلامی. در خارج از کشور رسانه‌های ما در انحصار اصلاح طلبان هستن، اما از رسانه‌هایی که با بودجه دولتی تغذیه میشن از جمله بی بی سی، صدای آمریکا و دیگران، و اکثرشون هم از دو تا حزب خاص هستن. حالا من نام نمیبرم دو تا حزبی که خودشون هم چپ میدونن و حالا به هر حال و نوع در واقع تحریری اینها رو اگه شما نگاه بکنید میبینید از اعضای احزاب در واقع محافظه‌کار اصلاح طلب هستن. وقتی شما اینا رو نوع نیروهایی که در اونها دارن کار میکنن به عنوان سردبیر و به عنوان خبرنگار نگاه میکنید دیگه، حالا اسمم نمیبریم ولی خب همه میشناسن. به هر حال وقتی شما با این انحصار رسانه‌ای روبرو هستید، نباید و شیوه دروازه‌بانی خبری اونها رو هم میدونید، نباید انتظار داشته باشید که یک کنفرانس رو برگزار میکنید 99% گفتمانی که اونجا مطرح میشه گفتمان اصلاح طلبی هست و بعد از همون رسانه در واقع انحصاری در تسلط اصلاح طلبان انتظار داشته باشه که به اون 1% بپردازه. اتفاقا به اون 99% ضرب در صدش میکنه، به اون بیشتر میپردازه. شما نباید انتظار داشته باشید از صدای آمریکا، از بی بی سی، از یورو نیوز، از بقیه رسانه های دیگه ای که تحت عنوان رسانه های اصلاح طلب ما میشناسیم، روزانلاین، جرس، همه اینها که بیان گفتمان براندازی رو تبلیغ بکنن یا حتی اشاره بکنن بهش. این خیلی واضح و روشن، این احتیاج به این نداره که ما بشینیم حساب کتاب بکنیم ببینیم که چرا صدای آمریکا بالانس خبری نداره، چرا مسائل ژورنالیسم، اخلاق حرفه‌ای، روزنامه‌نگاری در صدای آمریکا رعایت نمیشه، چرا 90% افرادی که به مصاحبه به عنوان مصاحبه شونده در صدای آمریکا همیشه و همیشه و همیشه حضور دارند، حتی موضوعاتی که بی ربط اصلا ربطی به اونها نداره، موضوع مربوط به مبحث نقد فیلمه، کسی رو میرن که اصلا ربطی به موضوع نقد فیلم نداره، فیلم رو هم ندید. من یه سوال دارم از شما. بله شما برنامه هایی رو که مستقیم پخش شد، پروژه هایی که ارائه شد رو دیدید یا ندیدید؟
خواهش میکنم نه 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 اجازه بدید اجازه بدید آقای آقای اجازه بدید اجازه بدید دارید که صدای آمریکا یا بی بی سی چیزی اجازه بدید اجازه بدید یعنی اون اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خودش رو نه من یه پرسش بحث در واقع هژمونی رسانه‌ای من یه پرسش مشخص از شما کردم راجع به هژمونی رسانه‌ای شما زنگ بزنین با بی بی سی و صدای آمریکا صحبت کنین من نه مسئول صدای آمریکام نه مسئول بی بی سی من درس کردم 7 نفر 8 نفر آدم پژوهشگر یا وابسته به گروه‌ها شبکه‌های متفاوت یک کنفرانس برگزار کردن به عنوان گفتگو برای گذار به دموکراسی 7 پروژه مشخص پخش شده برید ببینید چند تو از پروژه چند ساعت راجع به طرح‌های متفاوته تنها کسی که گفت اگر من می‌دونستم اینجا راجع به براندازی هست نمی‌مدم آقای آرش قفوری بود که طرح اصلاحات رو مطرح کرد یک طرح تمام کسانی که آقای اسماعیل نوری اصلاح طلبن آقای حسن شریعت مداری اصلاح طلبن آقای محسن سازگارا اصلاح طلبن شما این اصلاح طلب رو به عنوان برچسب استفاده میکنید آقای معتدی آقای معتدی اصلاح طلبن آقای خالد عزیزی اصلاح طلبن این انگ اصلا درست نیست شما فکر میکنین ما مسئول من نمیتونم تصمیم بگیرم که صدای آمریکا یا بی بی سی چه کلیپی رو پخش میکنه همونجور که اینجا من نمیتونم تصمیم بگیرم چه کلیپ رو پخش میکنن این کاملا اشتباه است دو تا موضوع رو شما میتونید در نظر بگیرید اتفاقا همه افرادی که نام ببرید به قضا آقای نوری الله در پوشش گفتمان جمهوری اسلامی قرار دارن اصلا آقای معتدی در پوشش آقای شما دو تا موضوع رو میتونید در نظر بگیرید یکی اینکه در مورد رسانه‌ها شناخت کافی داشته باشید و دوم در مورد اینکه روزنامه‌نگاران مستقل رو دعوت بکنید به کنفرانس روزنامه‌نگاران هر کسی میخواست میتونست بیاد ما خرج بودجه دادن رسانه‌ها رو نداریم و نداشتیم شما دستاورد این کنفرانس متوجه نیستین اجازه بدید حالا اجازه بدید من خیلی جالبه برام که حتی اگر اینجا سوء تفاهم هم پیش میاد حتی اگر یک مقدار هرج و مرج آفرینیه حتی اگر که ابهامی وجود داره شما چرا اینقدر در حقیقت با یک حالت در حقیقت دفاعی ما داریم بحث نه 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 بحث من دفاعی شما دفاعی موقعی دفاعی موقعی میشه که شما بدون واقعیت ما داریم واقعیت شما... ها رو میخواییم روشن بکنیم به خاطر که از من نپرسیدید شما آردی به من گفتید شفافیت وجود نداشته اعتماد سازی نبوده برنامه تر اصلاح طلبا بوده گفتمان هژمونی بی بی سی و صدای آمریکا هیچ کدوم از اینا درست نیست ببینید شما وظیفتون انجام نمیدین از من میخواین بپرسین بیام بگم شما همه این در حقیقت مفاهیم رو در هم میامیزید این که در حقیقت هژمونی صدای آمریکا و بی بی سی یک هژمونی غالب بر یعنی به نفع این چه رفتی به کنفرانس مشارکی داره شما خیلی راحت میتونید بگید شما خیلی راحت میتونید بگید که یعنی ربطش این هست از نظر من آقای کامبیز قائم مقام هم نظرشون ده. به نظر من اگر که یک جریانی سازمانی یافته باشه منسجم باشه و یک هدف مشخص داشته باشه تلاش میکنه که در برگزاری یک همچین فرزن تشکلی یا یک تجمعی تصحیح میکنم خودم رو تمام جوانب کار رو در نظر بگیری پیامدهای اون رو در نظر بگیری حضور افرادی که شرکت میکنن با خلوص نیت در نظر بگیری و در حقیقت انصاف اخلاقی رو هم در نظر بگیری به نظر من من انصاف اخلاقی رو متوجه نمیشم ببینید شما خیلی من واقعا اینجوری نمیتونم بحث بکنم یه مقدار آروم باشید نه شما نه آروم باشید وقتی من شما یه انگی به من میزنید میگید شما انصاف مگه شما برگزار کنید بله من جزء برگزار کنید کمیتم شما انصاف اخلاقی رو من منظورتون میپرسم یعنی چی شما با اینکه انترافت بکنید توی بحث نه من وای میسم یه دفعه همینجوری بخواید بحث رو از مسیر خارج بکنید درست نیست اگر شما خودتون یکی از برگزار کننده های در حقیقت یک جریان دموکراتیک هستید گوش بکنیم این تالرنس شنیدن و در حقیقت انتقاد شدن این در حقیقت پایه های اول اجازه بدید من حرفم هنوز تموم نشده شما دائما حرف من رو قطع میکنید من واقعا قصدم نداشت که این برنامه به این سو بره پیشنهاد من این بودش که اگر در یک همچین جریانی یک شورای هماهنگی در ارتباط با میدیا باشه و مطمئن بشه که این یعنی در حقیقت شرایطی رو به وجود بیاره که سهم هیچ کس در حقیقت پایمال نشه اگر قرار طرحی داده بشه حتی اگر هاوس آف امریکا میخواد سلکتیو یک طرحی رو برداره اعتراض بکنه و بگه ما میخوایم اینجا در حقیقت این یک روند دموکراتیک توأم با
عدالته به قولی. آقای اجازه بدید دیگه شما صحبتاتونو کردید. آقای کامبیز قایم‌مقام بفرمایید. انتقاد دارم کلی به این جریان به دلیل اینکه بحث کلی این بود که این گروه ها و این نشست ها به چه ترتیب الان می‌گیرم روی دونه و حقوق آدم های دیگه گرفته میشه تو این جریان. آدم ها 60 مال آمدن و حالا در صد گذشت برای آینده انشالله. نظر کلی من اینه که یه وقتی که شما جلسه رو میزنید برای یه جریانی انجام شده اینو بازش کنید، ولی یه وقت برای کل کار، من بگم برای کل کار باید این ماجرا رو صحبت کرد، برای اینکه ممکن من مثلا 20 دقیقه از این داستان رو دیدم که جریان، من نمیتونم اون قضاوت رو بکنم. بله. ولی قضاوت کلی رو میتونم بکنم که شما نمیتوانید که با این شرایطی که در این 30 چند سال گذشته اتفاق افتاده، یک سلطنت طلب و یک جبهه ملی و یک کرد تجزیه طلب و یک کرد طرفدار نمیدونم غیره، اینها رو با همدیگه بیشونین توی جا و ببینید جمع‌بندی برسیم در عرض 48 ساعت. از غیر ممکنه همچی چیزی اتفاق بیفته. یعنی صحبت‌هایی هست، طرح‌هایی هست، غیره هست که باید قانع بشن. هنوز این سازمان‌هایی که در خارج کشور سلطنت طلب، جبهه ملی، من خودمش میگم که بگم فدایی غیره، 100 تا گروه هن، سازمان‌های یک نفره وجود داره. شما نتیجتاً نمیتونید یه برنامه از اینا داشته باشین که تو جریانات بتونن با هم دیگه صحبت کنن. فقط اینا من فکر میکنم وقتی دور هم دارن جمع میشن اشتباه بزرگه. همچین چیزی یه وقت سمینار گشته میشه، یه جبهه ملی سلطنت طلب همینا میشینن فقط هم صحبت میکنن و بعدا هم بالا میشن میرن خونه. ولی این میارن اونجا میارن بشینین صحبت که آینده کار، روش کار، غیره بتونین تصمیم گیری بکنید. خیلی عجیب و غریبه اگه اینا بتونن با هم دیگه به تصمیم گیری کلی برسن که بتونن یه کاری رو انجام بدن. به این دلیل من فکر میکنم باید اشکالش میدونی چی میشه؟ اشکالش این میشه اینقدر از این جریان ها درست میشه که دیگه هر کدوم از این ماجرا ها درست شه، چون به جمع‌بندی نرسیده، به عنوان جوک بهش نگاه کرده میشه که آقا اینم که هم خورد، اونم که به هم خورد، اون یکی هم که به هم خورد. اگر نگاه کنی از ترکیباش هم توش میبینی، گاهی اوقات میبینی یه دونه چپ هم برای چیز نشسته برای اینکه جنس جور باشه، یه جبهه ملی هم مثلا تو فلان جا نشسته، یکی هم نشسته. اصلا این آدمایی هم که به عنوان جبهه ملی چپ نمان فلان غیر نشسته، چون دو سه تا از اینایی که میبینم دوران کنفدراسیون من هستن، اینا بچه‌ها چپ هم مثلا هر چند بگن نیستن، من اینکه قبول ندارم که نیستن، تو این جریان گرفتن نشستن، ولی رپرزنت کننده هیچ کدوم از گروه های بیرون جریان نیستن. اونو میدونم چون تو جریانات کل سیاسی هستم. من فکر کنم باید راه حل به این ترتیب باشه، چه کارهایی میشه انجام داد، یعنی چه کارهایی میتوانن این مجموعه ای که فدایی فلان غیره جبهه ملی و جبهه ملی های مختلف، فدایی های ما سلطنت ها مختلف بتونن انجام بدن. اینه که بتونن بر روی به اصطلاح جریانات مشخص بتونن تصمیم گیری کنن. آقا زندانیان سیاسی رو گرفتن، همین شما باید بیاین، همه میتونیم بیام از زندانیان سیاسی درست کنیم، تموم میشه. دفعه بعد نمیدونم فلانی دارن اعدام میکنن یا سازمان ملل فلان، باز اینا میتونن بر روی اکسیون های مشخص کار بکنن. و تا زمانی که جنبش درون کشور رشد نکرده، هیچ کدوم این جریانات خارج کرده همش، اون زمانی که ما داریم میبینیم که جنبش‌های خارج که از خارج میرن داخل، مثل یونانه که آردی تو یونان درست شده بوده، کارامالیس، پاپاندورا، میلینو مرکوری، اینا بیرونشون کردن، فرار کردن، آمدن بیرون، جنبش ضد سرهنگان رو درست میکنن. در یونان هم پایگاه جنبش ضد سرهنگان هست، میرن این ماجرا من رو فیلیپین این. ولی این داستانی که من دارم میبینم، اینها رهبران جنبش ایران نبودن که اومدن بیرون. خمینی بود توی دوره، اصلا رئیس من باش موافق و مخالف باشم، من به سیستم کار دارم میگم، و بیان بیرون بخوان یک کاری رو انجام. ولی اینا ایشون پایه های اجتماعی در درون کشور هیچ کدوم ندارن. من نمیدونم چجوری میتونن این همچه تصمیم رو گرن برای کار کار. خیلی خیلی مسائل هر دفعه هم که اتفاق بیفته اشکالات بیشتر ما بهش صحبت سیم. باز دارم میبینم که بعضی از این جریانات وقتی آدم میشینه مال سوئد و غیره با از بچه هاشون صحبت کردم، من تو اون که اصلا ندیدم برنامه فقط همینجور شنیدم که آقا بله آقا ما جبهه ملی هم نشسته بود، پلو من فلانی هم نشسته بود، پلو من اون یکی هم نشسته بود. آقا این جبهه ملی کیه که من نمیدونم که مخاطب از طرف چیجور میخواد صحبت کنی، یا اون یکی کیه که اون یکی اصلا اینا گروه هایی نیستن که بتونن. و یا باید سمینارهای مشخص گذاشته بشه مثل همین جریان.
توجه کردین؟ از اینجا هم خداحافظ میکنیم بیریم. شما خانم ساید دو مرتبه دفعه بعد که قبلا این کار هزار بار میکردین سمینار جدید غیره میزنین که آقا تفکرات بره بیرون، ولی به مجرد که یاد جمع میشین توی یه جا و بخواین اونجا آخر سر طرح داده بشه، فقط با آدم های مختلفی که آدم میاره نمیتونی همچه کار کنی. تشکر میکنم آقای قائم‌مقام. من میخوام یه مقدار از این عبور بکنیم. آقای امید حبیبی‌نیان با ما هستن. در ابتدای برنامه بحث در رابطه با جریانات اصلاح طلبی شد و آقای حسامی هم اشاراتی داشتن به نوع در حقیقت برخورد این دو گفتمان سیاسی در جمع‌بندی در حقیقت نشست واشنگتن. به نظرم میرسه که اگر ما کمی در حقیقت نگاه نقادانه به خودمون داشته باشیم و بحث رو به سمتی نکشونیم که توش جنگ و جدل پیش بیاد و یک حالتی باشه که انگار یک کسی داره یکی محاکمه میکنه یا یک کسی دیگه داره فرزند دادستان شده، نه، غرض از باز کردن این مبحث این بود که اگر در حقیقت ابهاماتی پیش آمده این ابهامات رفع بشه، ولی بعد برگشتند ایشون به اینکه چرا پیش آمده، حالا پیش آمده، اگر پیش آمده این ابهامات رفع بشه و طبیعتاً این فقط این تلویزیون نبوده، شما سایت های در حقیقت اینترنت رو نگاه بکنید نقد های بسیاری در رابطه با این نشست و اعتراضات زیادی در رابطه با این نشست، در رابطه با چگونگی این نشست، اعضای در حقیقت برگزار کننده به ویژه آقای محمد تحوری و خانم حقیقت جو به عنوان کسانی که در حقیقت در رأس این جریان سمت سود دهنده این جریان بودن، به ویژه وقتی که اجازه بدید، نخیر اجازه بدید، نوبت شما که رسید با کمال، به ویژه وقتی که از آقای دکتر گنجبخش پرسیده میشه که چگونه این گروه و اون گروه حضور نداشتن، ایشون خودشون میگن از خانم حقیقت جو بپرسید. یعنی چی؟ یعنی بیننده وقتی این برنامه رو میبینه این احساس رو میکنه، این استنباط رو میکنه که خانم حقیقت جو در موزه در حقیقت فرادستری بودن یا ایشون در حقیقت اختیارات یا اطلاعات بیشتری از دیگران داشتن. ما این بحث رو کردیم، نمیخوام به این تلویزیون، این برنامه تلویزیونی به جنجال بره. اینکه بسیاری از این افراد که رفتن اونجا با ذهنیت خودشون رفته بودن، خبر نداشتن که دیگری چه طرحی داره، در برخورد با یکدیگر در حقیقت یک تضادهایی به وجود اومد، اینکه حتی خود آقای دکتر نوری‌علا از بعضی از این جریانات شکایت داشتن و نوشتن و نقد نوشتن، به هر حال این مسائل بحث و گفتگو در رابطه با در حقیقت کمبودها یا کج‌رفتاری‌ها موجب در حقیقت رشد و بلوغ میشه. این به این معنا نیستش که یک کسی داره یک کسی رو در حقیقت بی‌اعتبار می‌کنه، یک جریان رو بی‌اعتبار می‌کنه. این به این معناست که معضلات ما کجاست، موانع کجاست. بار دیگر اگر خواستیم یک همچین کاری رو بکنیم این موانع رو بشناسیم. هست در جامعه آمیزه از تضادهای فاحش، از افکار مختلف، همه یک دست فکر نمی‌کنن. حق بدید که بسیاری از افراد معترض بودن. حالا چرایی این اعتراضات رو بشینیم با یک حالت در حقیقت تحمل پذیر بهش توجه داشته باشیم. اینکه ما یک نشست این گونه میگذاریم باید ببینیم مخاطب ما کیست. مخاطب ما طبیعتاً فقط یک جریان اصلاح طلب نیست، مخاطب ما طبیعتاً یک جریان فرزند سکولار نیست، مخاطب ما طبیعتاً جریان مذهبگرا و نمیدونم، ما مخاطبهای بسیار باید این رو باید در نظر بگیریم. آقای حبیبی‌نیا و آقای کامبیز ghaemmaghami، این بحث شد که شما اشاره کردید که سکولارها چه میخوان و به این صورت تعبیر شد که ما خواهان براندازی قهرامیز هستیم و شما تصحیح کردید، خیلی خوشحالم. این مسئله سیاست خشونت پرهیز رو که اصلاح طلبا تلاش میکنن در محور تفکر و گفتمان سیاسی خودشون داشته باشن و به یک نوعی تفکر سکولاریزم رو که برای آزادی و دموکراسی در حقیقت چالش میکنه رو به تفکر طرفدار خشونت‌های انقلابی در حقیقت معنا و مفهوم ببخشن، میفهمم به نظر من یک در حقیقت مفهوم نادرست و غلطی است. شما دوست دارید بیشتر توضیح بدین در این زمینه؟ آقای امید، آقای حبیبی‌نیا،
بله سوالتون از من از کنم خدمت من از خیلی خوشحالم که آقای قائم‌مقام خیلی صریح و روشن گفتن که این تمام این مسائلی که مطرح میشه در واقع حالا بر اساس شرایط فعلی ایران این هستش که آلترناتیو از درون خود جامعه باید به وجود بیاد، یعنی جامعه که داخل کشور هستش که باید این مسائل به وجود بیاره، متو اپوزیسیون در خارج از کشور نقش تسهیل کننده و نقش این رو داره که بتونه صدای جامعه باشه و یه سری اکسیون هایی رو هم در واقع اکسیون های مشترک برگزار. خب شرم‌آوره که بعد از 33 سال این در مراحل ابتداییش هست، یعنی هر وقت یک جنبش انقلابی ما در خیابان‌ها داریم بعد از اونم ها با تأخیر چند تا جریان دنبال این هستن که یک اتحادی به وجود بیارن و عملا هم وقتی که حالا اون نمیتونن تأثیر گذار باشن در روند اون جنبش، بعد از اون هم فکر میکنن که خب اتحاد عملشون هم به جایی نرسید و کارا تعطیل میکنن، در حالی که این در واقع شما بزنید که مریضی هستش که شما رو به مرگ و شما دائم بهش مسکن تزریق میکنید به جای اینکه شما برید جراحیش بکنید یا اینکه یک در واقع درمان قطعی براش برید بکنید. درمان قطعیش معطوف به این هستش که شما اتاق فکر داشته باشید، یعنی اولا مرض رو تشخیص بدید، حالا وارد بحث بالینی هم شدیم، ولی مرض رو تشخیص بدید درست به درستی و بعد یک درمان متناسب با اون ایجاد بکنید. یعنی این کنفرانس ها برای این تبادل نظر، برای اینکه افراد همسو گرد هم بیان خیلی خوبه در حد یک روز یا دو روز، ولی در اینکه شما بتونید یک جبهه متحدی یا حداقل در مورد اکسیون های مشخص، اکسیون های حقوق بشر، الان چند تا از زندانیان سیاسی ما در معرض خطر اعدام بود هستند، در حالی که عملا من خب سریع تعارف که نداریم سریع و روشن بگیم که این اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور قدرت اون را نداشته که در خارج از کشور صدای جامعه ایرانی را به گوش جهانیان برسونه، در حالی که در مقایسه با سایر کشورها می‌بینید که اپوزیسیونشون خیلی بهتر و یک پارچه عمل کردن. در بهار عربی ما این را دیدیم، در مورد تونس دیدیم، چون در همین کشوری که من زندگی می‌کنم تونسی‌ها در بهار عربی نقش بسیار فعالی داشتن، در ژنو شما کمتر روزی بود که تونسی ها رو نمیدیدید که در حال تظاهرات نباشن، در پاریس در جای دیگه بوده. در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی واقعا این مسئله جای بررسی عمیق داره، یعنی باید بحث بشه که چرا اینها نمیتونن، این سازمان ها نمیتونن با هم دیگه یک عکس حداقل اکسیون مشترکی در مورد مسائل حقوق بشر که مسئله حاد و عینی هست، یعنی مسئله هر روز هم هست، مسئله اینکه این روز این زندانی سیاسی در معرض خطر اعدام هست اون فرد اون نیست، مسئله هر روز هست این کار رو بکنه. ولی در مورد سوال شما این که این گفتمان چگونه به صلاح به انحراف میره، مسئله این هستش که ما اینجا همونجوری گفتم دو گفتمان مشخص داریم، یا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست که خب اگر جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست که تمام این بحثایی که مربوط به این هستش که ما سرنگونی جمهوری اسلامی رو تنها راه رسیدن به حکومت دموکراتیک میدونیم منتفی میشه یا نیست. اگر که نیست که تجربه 33 سال گذشته و ماهیت دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی که گفتم یک نظام در واقع ایدئولوژیک هست، یعنی اساس اسلام رو از جمهوری اسلامی نمیتوان جدا کرد، یک جوری در واقع مدلی از نظام های توتالیتر دیگری هست که با ایدئولوژی آمیخته میشه و چون مذهب هم هست توش حتی خیلی بدتر از نظام های توتالیتر دیگه عمل میکنه، چون شما مستقیما دیگه با خدا ارتباط دارید، احکام خدا رو دیگه نمیتونید تعطیل بکنید همونجوری که خودشون میگن. بنابراین وقتی که نیست شما باید اگر از کسانی دعوت میکنید در سمینارها یا گفتمانهای مختلف این را هم در نظر بگیرید که نتیجه این کسی که معتقد هستش که به اصل ولایت فقیه معتقد هست با کسی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست در این کنفرانس دو روزه به کجا میرسه؟ طبیعتا به جایی نمیرسه و این بحث مطرح میشه که خب پس چه باید کرد؟ آیا اپوزیسیون ایرانی تونسته بعد از 33 سال یک تئوری مشخص، یک راهکار مشخص، یک اتحاد عمل مشخص، یک آلترناتیو مشخص ایجاد بکنه برای علیه جمهوری اسلامی که مردمی که در خیابان میان به دلایل مختلف، حالا دو روز پیش اومدن به دلیل اعتراض به، دو سال پیش اومدن به دلیل اعتراض به وضعیت به تقلب در انتخابات و از اون فرصت هم استفاده کردن، خواستای در واقع رادیکال خودشون رو گفتن دیگه، شما شعارهای مردم رو میدیدید در اون زمان،
که چه خواسته هایی رو مطرح میکردن. دیگه شعار رأی من کو اینا دیگه مال بعد از چند هفته دیگه تبدیل شد به اینکه استقلال آزادی جمهوری ایرانی یا مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر اصل بلد فقیه اینها. خب وقتی اینها مطرح هست، بعد هم شما باید متوجه باشید که تمام این آلترناتیو سازی ها، درسته که طبقه متوسط در 14 دهه اخیر نقش فعالی در عرصه سیاسی داشته، ولی همه اینها معطوف به طبقه متوسط هم نباید باشه. شما باید طبقات دیگر هم در نظر بگیرید. من نمیگم که فقط طبقه کارگر رو باید در نظر گرفت یا طبقه قشر انتهایی جامعه که 70% جامعه ایرانی زیر خط فقر هستن. اینا این شما آمارها رو باید در نظر بگیرید. بحران اقتصادی که الان مردم در دست بگیران با آن هستن باش در نظر بگیرید. من میگم که همه طبقات، یعنی حتی طبقه سرمایه‌دار رو هم باید شما در نظر بگیرید. و این که نقش اونها در تحولات بعدی، هر چی هست، انقلاب دموکراتیک هست، هر چی هست، چی هست، اونها رو باید در نظر بگیرید. نه اینکه شما همه توجه خود رو معطوف طبقه متوسط شهری بکنید که داره یک ویژگی های خاصی هستن از نظر جامعه شناسیشون. این طبقه متوسط شهری طبقه هستش که به دلیل ارتباط مختلف و ارگانیکش با نهاد قدرت، اگر ببینه که چشمنداز سرنگونی جمهوری اسلامی، چشمنداز سرنگونی دولت خیلی در دسترس نیست، خب عقب میشینه. همونجوری که همین اتفاق افتاد، برای اینکه بار اصلیش بر دوش اون طبقه بود و طبقات دیگه وارد میدان نشدن به دلایل مختلفی. حالا شاید جای بحثش نیست. بنابراین به نظر من بحثی که اینجا مطرح است، بحث این هستش که اپوزیسیون چه آلترناتیوی را عملاً و به صورت تئوریک میتونه ارائه بکنه که از تحولات اجتماعی جامعه عقب نیفته، همون بلایی که سال 57 بر سر ما اومد دوباره تکرار نشه. این سوال بسیار اساسی است که نیازمند این هستش که اتاقهای فکر با دیدگاه‌های دموکراتیک و درهای باز ایجاد بشه برای همه. مرسی امید جان. آقای کامبیز خان، شما کمتر صحبت کردید. من دوست داشتم این در ارتباط با صحبت آقای حبیبی نیا و اینکه ما در خارج از کشور، اپوزیسیون خارج از کشور، واقعا چه گامی برای پر کردن اون خلأهای اجتماعی که در داخل ایران در عرض این 33 سال واقعا با تمام این جنبش ها و با تمام این در حقیقت چالش ها برای ایجاد تشکل یا دفاع از حقوق از دست رفته مردم انجام دادیم، شاید بتوانیم بگیم که در یک عرصه که همون عرصه که شما اشاره کردید، شاید اکسیون های حقوق بشری توانستیم بخشن موفق باشیم در اون عرصه که بتوانیم فرضاً در رابطه با زندانیان سیاسی صحبت بکنیم، در رابطه با بسیاری از در حقیقت گرفتاری های حقوق بشری. اما جریانات اپوزیسیون به خصوص، به ویژه جریانات اصلاح طلبی، از ظهور آقای خاتمی به این طرف چه گام سازنده برای در حقیقت فولفیل کردن یا پر کردن نیازهای اجتماعی برداشته؟ آیا خود جریانات اصلاح طلب با نقدها و گفتمان سیاسی خودش که همونجور که آقای حسامی، آرام حسامی اشاره کردند به این صورت که یا افراط بوده یا تفریط، حالت افراط تفریطی، جامعه درون رو بیشتر سوق به طرف خود ساختار نداده؟ به عبارت دیگر بحث بر سر این که ما طرفدار مبارزه خشونت پرهیز هستیم و این تنها اصلاحات هست که طرفدار مبارزه خشونت پرهیز هست. اگر صحبت از سکولاریسم یا سرنگونی یا انحنار رژیم بکنیم، بحث بر سر انقلابات خونین هست. فکر نمی کنید این خودش یک نوع تحریف واقعیت ها و حوادث تاریخی حتی در رابطه با بهار عربی و حتی در رابطه با در حقیقت مبارزات غیر خشونت آمیز جوامعی که اینگونه حکومت رو تغییر دادن؟ ما اگر نگاه بکنیم به انقلاب های خشونت پرهیز، تمام این انقلاب ها خواهان در حقیقت تغییر حکومت بودن، خواهان انحلال حکومت بودن. من به یاد ندارم، اگر شما میدونید یا آقای حبیبی نیا میدونن، که کشوری بوده که با مبارزه در حقیقت خشونت پرهیز خواسته همون حکومت رو، همون بدنه توتالیتر رو نگه داره و تغییر بده. هر مبارزه‌ای که شده، چه در رابطه با اروپای شرقی و حتی شما فیلیپین رو مثال زدید، در جنبش مردم سالاری فیلیپین در حقیقت نوک تیز حمله بر حکومت مارکوس بود و این خانم کوری آکینو اگر اشتباه نکنم توانست که در حقیقت
مبارزه و شکل مبارزه مش و استراتژی مبارزه رو شکل بده. یعنی اصلاح طلبان ما به جای اینکه چسبیدن به این واژه براندازی تابوست و این رو هم خودشون همچنان با وحشت بهش نگاه میکنن که این الغا شده با یک کپسول الغایی به جامعه ما، یک چسبندگی عجیب و غریب به تئوری های ساختاری که شما نمیتونید در مورد براندازی صحبت بکنید، که هر کی هم میخواد مخالفت بکنه اول اصلا میگه من برانداز نیستم. حتی در خارج از کشور مسئله براندازی یا واژه براندازی یک واژه عقب مانده و در حقیقت غیر متمدن توصیف شده و نقد شده و تلقین شده و القا شده. اینجوری نیست. کی گفته که کسی که طرفدار سکولاریسم، طرفدار انحلال رژیم، طرفدار تغییر رژیم نمیتونه خشونت پرهیز باشه؟ تمام این جریانات مبارزات خشونت پرهیز یا مسالمت آمیز خواهان تغییر و براندازی رژیم بودن، منتها مشی و تکنیکای مبارزاتی رو جوری شکل دادن که بتوانن موفق بشن. به جای اینکه گروه های اپوزیسیون سر نوع حکومت با هم دیگه به اختلاف بشینن و جنگ و جدل های عقیدتی، چرا ما نیروها رو یک کاسته نمی کنیم که چگونه بتونیم جامعه رو به بسیج نیروها در جامعه، به سازماندهی و تشکیلات منسجم؟ بفرمایید شما نظرتون بفرمایید. ببینید یه مقدار ما صحبت هایی که شما درست میکنید کاملا درست، ولی یه مقدارش بیشتر آرزوست، یعنی ای کاش میشد. من یه تیکه‌ای راجع به این اصلاح طلبان به طور کلی بگم. اولی که خاتمه اومد، یه تحولی اتفاقا تو جریانات سیاسی به وجود اومد تو ایران، یه فضایی به وجود اومد که بتونن صحبت‌های مختلف بکنن. اشکال داستان این بود که اون انتظاری رو که از خاتمی داشتن که در این راه داره میره جلو، حرفای گونده‌ای زده این آدم. میگه آن زمانی که مذهب در مقابل آزادی بازه، مذهب میبازه. در بوهوی قدرت اونا این حرف داره میزنه. ولی همین آدم وقتی من جریانات میره جلو به یه حدی میرسه که احتمال این داره که وقت بشکنه، بتره که منفجر بشه، بحثش اینه که آقا ما فقط تمام این کارهایی که میکنیم برای حفظ نظام محکم هم میگه، ما حتی تحلیل هم داره میده که ما فکر میکنیم که اگر بخواد آزادی های اگر در جامعه اسلامی نباشه در هیچ جای دیگه نمیتونه باشه، باید این جامعه اسلامی باشه تو بتونه آزادی اجتماعی توش بره جلو. و حتی اونم توضیح داره میده که این آزادی اجتماعی با چیزی نباید باشه در مقابل خدا واسطه غیره. یعنی اون خاتمی که از اونجا داره شروع میکنه دیگه اون خاتمی نیست اصلا، یه آدم دیگه است در خدمت همون ماجره هاست. و بعدن هم انتخاباتی بوده که هرچی بود اصلا، حرفای گنده همین چیزهای صحبتهای تمدنها غیره، حرفای گنده بود که به جمهوری اسلامی نمیخورد زدنش، ولی این آدم داره یه همچین صحبتهایی میکنه، یه تحولی هم ایجاد کرد. ولی نگاه کردیم اتفاقا تو تمام این بحثهای چیزهایی که داره میره از همه عقبتر موند. یعنی امروز مطمئن کروبی و فلان واسطه میگن ما کاری نمی چیز نمی کنیم، نگوشیت نمی کنیم، در صورتی که میبینیم که آقای خاتمی واسطه میره رأی هم میده، همه کارم میکنه، یعنی میزنه زیر جریانات، یعنی واقعا هول میده بالا پشت اون بقیه رو بندازن پایین. به این ترتیب کاری که داره میکنه، من فکر میکنم کاری که خاتمی داره میکنه خیلی وحشتناکتره تا کاری که مثلا خامنه ای نامه کنه. شما دشمنتون رو میشناسین خامنه ای چی داره میگه، دقیقا میشناسین راجع به ماجرا نجاتا، شما وقتی بشناسین میتونین. ولی با این آدم یه خروار هم طرفدار پیدا کرده و این طرفدارا خب دارن خیلی ها میزنن کنار، ولی با وجود این هنوز یه چیزی هست، یه نیروی هست تو جریانات و هزار تا اشکال برای ما ایجاد میکنه. ای کاش میشد که یه اتحاد بزرگی بود، یاد که من فکر نمیکنم اشکال از مردم ایرانه که آقا نمیفهمن عقب موندن و فلان این حرفو نیست که جریان هست، برای اینکه این همین آدما در 25 مرداد فلان کردن، همین آدما در دوران نهضت ملی فلان، همین آدما زمان انقلاب انواع و اقسامشون با هم دیگه جمع شدن که شارو بندازن. پس نتیجتا این قدرت هست تو وجود این آدم ها، فقط رهبری باید ببینیم کیه به چه ترتیبه. ولی تو خارج از کشور کار خیلی مشکلیه برای اینکه ما بتونیم برند، ما تفکر براندازی رو میتونیم داشته باشیم کاملا. یعنی این رو باید بگیم که آقا تفکر ما اینه که این سیستم بره کنار، بر تلیلی که از بره کنار سیستم آزادی خواه و فلان غیره بیاد، و به هیچ عنوان هم ما به این سیستم نمیتونیم کار بکنیم. ولی
اینی که ما بتونیم این رو در جامعه ایران جا بندازیم خارج کشوری ها من نمیبینم. من معتقدم که مبارز بودن جغرافیایی نیست. من اگه در آمریکا گرفتم نشستم من مبارزم، اونی هم که در ایران گرفته نشستم اونم مبارزه. اینی که آقا شما تو خارج این نمیفهمین یا شما در داخل این اینترنت کم میبینین حرفه تو جریاناتشون، ولی در رابطه با اینکه پایه های براندازی بخواد انجام بشه باید یک جنبشی در درون کشور باشه. من خیلی برام مشکله وقتی جنبش در درون کشور انجام بشه میکشه. شما نگاه کنید همین جنبش 25 خرداد چه کشید تو خیابون. من سابقه نداشته در حدود 3,000 یا 4,000 نفر تو UCLA دانشجو هیچ کدومشون امروز نیستن ها. جلسه گشتی بیاتون به شما هم تلفن کردم بیان اونجا که در حدود 70 نفر دانشجو وقت نشسته بودن. سال بعدش برای نمونه یک دونه دانشجو من ندیدم از اون بچه‌هایی که آمده بودن پیرن سبز پوشیده بودن نشسته بودن تو ماجرا باشن. یعنی جنبش درون کشور خیلی قشنگتر و راحت‌تر میتونه بکشه. فقط بستگی داره که این جنبش بده، ولی ما میتونیم در کنار ماجرا بازوی داستان باشیم و مکمل مبارزات. به مسائل مختلف اشاره شد. دوست دارم به یه جمع‌بندی برسیم. فکر میکنم که یه حدود 20 دقیقه من راجع به این مسئله که حتما الان من میخواستم از شما بایپاس نکنیم. نه نه میخواستم خواستم یه مقدار شما آرامشتون حفظ کنید. نه من آرامشم حفظه خیلی داره. بعد گفتم یه مدت ما صحبت بکنیم شما آرامشتون حفظ بکنید. در رابطه با مسائل زیادی صحبت شد، شما بحثتون رو حتما خواهید کرد. اینکه به طور کلی انحلال طلبی آیا مبتنی بر یک سیاست خشونتگر هست و خشونت پرهیز، به نتیجه رسیدیم که نه، در کشورهای دیگر هم که تغییر حکومت شکل گرفته با سیاست خشونت پرهیز و مسالمت آمیز بر مبنای تغییر حکومت بوده نه سازش با حکومت. یادمون باشه بر مبنای تغییر حکومت بوده و نه سازش. در هیچ دنیا، در هیچ جای دنیا شما نمیبینید که یک عده با گفتمان خشونت پرهیزی تکیه بکنن به عوامل خشونت، عوامل خشونت پرور. به مثل این مونه که شما توی خانه ای چند تا سایکوپت اونجا زندگی میکنن و شما جانتون، مالتون، زندگیتون، فرزندانتون در خطر باشه، بعد بیان بگیم با این آقای سایکوپت یا با این افراد سایکوپت ببینیم چطوری میتونیم سازش بکنیم. این درست به همون صورته. این بخش اول. پس بنابراین یادمون باشه انحلال طلبان و سکولارها طرفدار خشونت نیستن، بلکه ما خواهان این هستیم که بتوانیم با سازماندهی، با تشکیلات بتوانیم با در حقیقت ادغام نیروها و ائتلاف نیروها به جامعه داخل نیرو بدیم، همان گونه که اعتصابات عمومی بود، نافرمانی نمیدونم مدنی بود، اینها رو باید انسجام داد و القا کرد. روحیه داخل کشور رو ما باید بهش انرژی بدیم. جریانات اصلاح طلب جز ناامیدی، سرخوردگی، بحران اعتماد و فقدان اعتماد برای جامعه ایرانی چیز دیگه رو برمغان نیاورد، چون با سیاست استیصال و روانشناسی چاره‌ناپذیری همه نیروها رو تلاش کرد به بنبست برسونه و خودش رو در صحنه حاضر بکنه و بگه تنها راه حل متمدنانه همانا طرفداری از آقایون هستش که در ساختار هستن و طرفدار ساختار هستن. دو، بحث بر سر نشست ها شد. من میخوام یه جمع‌بندی برسم و بعد بحث میکنیم. نشست های خارج از کشور، نشست های دموکراسی خواهی خارج از کشور، مقطعی بودنش، بی نتیجه بودنش و گرفتاری های این گونه. اما ما انتنشن و یا نیات افرادی رو که تلاش میکنن، کوشش میکنن کاری یا راهکاری برای ایران داشته باشن به زیر سوال نمیبریم. من فهم میکنم توی یک جامعه دموکراتیک نقد، انتقاد لازم هستش و این انتقاد به معنای در حقیقت رد و نفی یک حرکت نیست، بلکه به معنای سازندگی است. دو، و بحث قسمت سوم این بودش که آقای قائم مقام نظرشون این بودش که میبایستی کاری کرد و این کار رو ما میتوانیم با تشکل‌های مختلف در رابطه با اکسیون‌های مختلف انجام بدیم. و آقای حبیبی‌نیای عزیز هم که در رابطه با مسئله اصلاحات و در حقیقت هژمونی طلبی این داستان صحبت کردن. اجازه بدید که آقای آرام حسامی بحثی رو، نکته‌ای رو که در نظر داشتن بفرمایید و ما به یه جمع‌بندی میرسیم. من میخوام سوالی رو که مطرح کردیم و دوستان جواب دادن و من جواب ندادم بدم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینین من
خیلی موافقم با اینکه خیلی از این چیزهایی که شما میگین خواسته است، ولی راهکاری ارائه نمیدین. ببینین، من چون آسیب شناسی کار رو داریم انجام میدیم، اینه باور من اینه که وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور چه یک نفر مخالف رژیم در ایران باشه یا نباشه، این هست که آلترناتیو و یا بدیلی دموکراتیک به مردم ایران ارائه بده. اینه که ما فقط از جنبش های درون کشور حمایت کنیم چیز به نظر من درستی نیست. یک. دو، امروز جنبش اصلاحات به بنبست رسیده، این جنبش شکست خورده، متوجه صورت مسئله به نظر من بعضی از دوستان نیستن. این اپوزیسیون خارج از کشور نیست که داره جذب اصلاحات میشه، این اونهایی که دل از اصلاحات بستن و کندن دارن جذب جنبش های سکولار و دموکراتی خواه میشن. بنابراین اصلا صحبت این نیست که این رژیم اصلاح پذیر هست یا نیست. به نظر من امروز ما جنبش اصلاحات رو بایستی مرده تلقی کنیم. چرا؟ به خاطر که با رأی دادن آقای خاتمی در انتخابات امروز شکاف عظیمتر شده و کسانی که میدونن این نظام اصلاح پذیر نیست. چرا؟ چون هم تبعیض و هم ایدئولوژی در این قانون اساسی نهادینه شده، یعنی به هیچ وجه شما نمیتونین این کار رو انجام بدین. به دو علت، یک از نظر آسیب شناسی کار این رژیم باید سکولار نیست، یعنی جدای نهادهای دینی از نهاد حکومت وجود نداره درش. دو، به خاطر وجود این قانون اساسی تبعیض به هیچ وجه قابل اصلاح در این قانون اساسی نیست. بنابراین من اینو اینجوری نمیبینم که اپوزیسیون خارج از کشور دارن جذب اصلاحات میشن. من اینو دارم میبینم که بخشی از گروه های اصلاحات دارن میکنن از اصلاحات و به تغییر قانون اساسی معتقد شدن. از جمله مثلا آقای واحدی، ببینین آقای واحدی ایشون تا یک و بعد شما نظرم جز به استثناء، بله ببینین الان به یه جایی رسیدیم که یک بحرانی در این هست. وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور این هست که بیاد مشخصا آلترناتیو دموکراتیک ارائه بده و این رو گزینه باشه برای مردمی که در آینده رأی خواهند داد، اما بدونن گزینه های متفاوت، چون لغت آلترناتیو خیلی ها اینو رادیو اکتیو کردن، من گزینه استفاده می کنم، حق انتخاب برای یک رژیم دموکراتیک. بحثایی که اینجا میشه به نظر من آسیب شناسی رو درست نمیبینه. شما کردین آسیب شناسی این نیست که نظر یا همه رو جمع کنیم یه کار انجام بدن، یا مثلا سنگسار رو جلوشو بگیرن، یا زندانی های عقیدتی رو بیارن بیرون. این کار جامعه، بله جامعه مدنی ما بسیار پویاست، این کار رو 30 سال انجام داده. فقری که داریم تشکیل یک جامعه سیاسی است. جامعه سیاسی هم متشکل از گروه هایی است که در حوزه سیاسی کار میکنن. من سیاست رو به معنای دقیق کلمه، یعنی راهکار نشان دادن، استفاده میکنم. بنابراین این فقر جامعه سیاسی است. کنفرانس مهرداد مشایخی به همت و ایده ایشون آقای گنجبخش و اون کوری که بهتون گفتم بر این باور بود که به جای بحث های نظری ما بیایم انسجام بدیم به این پراکندگی افکار، پروژه های مشخصی رو روی میز بذاریم. این پروژه ها به محک افکار عمومی، به محک با کارشناسان، تحلیلگران، روزنامه نگاران در بیاد، ببینیم واقعا چه پروژه‌ای برای گذار به دموکراسی وجود داره. من این رو دستاوری میبینم برای کنفرانس های بعد که در حقیقت پروژه رو مشخصا مطرح کنن. چیزی که من رو عصبانی میکنه و هنوزم عصبانی هم از دست این مسئله اینه که پیش داوری بدون دونستن واقعیت هاست. اصلا صحبت این نیست که ما انتقاد نمیپذیریم. بله این کنفرانس خیلی بهتر میتونست انجام بشه، ولی شما ببینین کنفرانسی که با بودجه افرادی که شرکت کردن با زیر 7000 دلار برگزار میشه محدودیت هایی داره. ما از کسی دعوت نکردیم، فراخوان دادیم، کسی حذف نشده. هر کسی، هر شخصی، شما، اتاق فرمان میتونستن یه پروژه بفرستن و بیان و ارائه بدن. بنابراین این کنفرانس، کنفرانس اصلاحات نبوده، ربطی به کنفرانس استاکول نداره، ربطی به هیچ کنفرانس دیگه هم نداره. یک گروهی نشستن. من دستاوردی که میبینم که خواسته های جامعه مدنی رو جامعه سیاسی میتونه ارائه بده. یک جمله دیگه میگم در خدمتون و بعد در خدمت شما. ببینین خواسته های ما 33 سال به اینجا رسیده.
اگر به این شکل بدیم، اگر جامعه سیاسی من راجع به تشکیلاتشون صحبت نمی کنم که چگونه باید عمل کنند، راجع به که پروژه گذار به دموکراسی رو بایستی ارائه بدن. این کافی نیست که شما بگین ما براندازی میخوایم، مثل که شما بگین میخوان من برم کره ماه، من میخوام برم نیویورک. بایستی بگین چگونه، با چه وسیله ای، از چه راهکاری، با چه پروژه مشخصی. مرسی. بله خیلی ممنون. من که گفتم باید اکسیون ها گذاشته بشه، در رابطه با اتحاد گفتم، ولی در رابطه با نظریه و در رابطه با اینکه چه کار باید کرد، چه باید کرد، سازمان های سیاسی همشون منشور دارن، همشون راه حل ها برای 200 سال آینده هم بعضیشون دادن. یعنی میخوام بگم انواع و اقسام جریانات هست و خیلی هم خوب و تشویقشون هم کرد که این کار رو انجام بدن. سازمان های سیاسی این کار رو در رابطه با اتحاد که چی کار بکنم مشخصا میگم. بله ایشون در رابطه ببینید باز هم شما بحث رو میکشونید به این داستان. ایشون گفتن که نظرشون از اکسیون های سیاسی چه بوده. بارها و بارها در سالهای گذشته همین مباحث که شما میکنید در حقیقت یک گفتمان کاربردی، ارائه پروژه های کاربردی مطرح شده. این نیستش که برای اولین بار الان تو این نشست من ندیدم همچین شما خب پس تحقیق کنید هستش. همه اونهایی که دور هم جمع شدن میگن ما بیایم یه تشکلی داشته باشیم، یک استراتژی داشته باشیم، یه مشی داشته باشیم برای در حقیقت رویارویی با این. اگر شما ندیدید پس بنابراین خیلی آقای شاید حبیبی‌نیا دیده باشن یا کسانی که توی اجازه بدید اجازه بدید بگین. ببینید این تمامت خواهی و این انحصار طلبی و این در حقیقت بالا دستی روی مبارزاتی که مردم ایران 70 میلیون نفر از مردم ایران در داخل ایران جان دادن و میلیون ها آواره در بیرون از ایران، بسیاری از در حقیقت کنشگران سیاسی در بیرون از ایران تلاش کردن و شما یه دفعه حالا میان مدعی میشید که شما الان در نتیجه این در حقیقت جلسه اینه که شما الان یه طرح کاربردی دارید. بله ببینین اگه شما من الان نتیجه کارم این رو در حقیقت شما این بود که کسانی که دارن راجع به این بحث میکنن برنامه دو روز رو ندیدن، طرحهایی رو که مطرح شده. شما هفت تا طرح رو دیدین؟ من تا اونجایی که اینا روی ایر بود که شما اشاره میکنید اول مستقیم نبود، مستقیم تا اونجایی که روی ایر بود. ببینید این شیوه به نظر من یک دموکراتیک نیست. این شیوه در حقیقت یک مقدار حق‌کشی هستش که ناگهان تمام مبارزات 33 ساله گروه‌های مختلف نف بشه و شما ندیدید اصلا یه همچین اتفاقی بیفته و ناگهان با 20 نفر در یک اتاق که لطف کردن، محبت کردن، زحمت کشیدن، دعوت کردن، هدفشون هم مقدس بوده به قول شما، ناگهان مدعی بشیم که ما معجزه ای شده و راهکار مبارزه رویارویی با استبداد مذهبی رو داریم. من اینو نگفتم. این یا شما راهکار من اینو نگفتم. ببینین مشخصا اجازه بدین این خیلی نکته کلیدیه. من اصلا همچی ادعای نکردم. ببینین من چی میگم. من میگم جامعه مدنی ما خارج از کشور بسیار پویاست. تمام اکسیناری که گفتین از فعالیت حقوق بشری وجود داشته، رسانه، افشاگری، همدردی، همفکری وجود داشته. آسیب شناسی من این نظر شخصیمه، میگم این که این پروژه واشنگتن مرداد مشایخی ما خواستیم نظرها رو به سوی پروژه عملی راهکارهای مشخص سوق بدیم، یعنی طرز فکر رو بینش رو از عقیده ورداریم، نظر ورداریم به صورت پروژه مشخصی که راهکار گذار به دموکراسی رو نشون بده. این رو اگر امروز برنامه رو ببینید درسته خیلی از طرحایی که شد پروژه نبود، ولی این پروژه آلترناتیو سازی من اسمش رو می‌ذارم گذار به دموکراسی، از توی اون آلترناتیو باعث متبلور بشه. من فقط یک چیز گفتم ناول بود در این کنفرانس، من نفی زحمات دوستان رو اصلا صحبت نکردم. من گفتم روش ما این بود که مشخصا پروژه های کاربردی رو که چگونه شما به ایرانی آزاد و بی تبعیض برسین، نه فقط نظر بدین. این پروژه های کاربردی رو که احزاب حق نداشتن ارائه بدن و افراد داشتن ارائه میدن، فکر میکنید که در همه احزاب هم حق داشتن ارائه بدن؟ تا اونجایی که من در حقیقت باز هم خوندم، مطالعه کردم، باز هم اشاره میکنم به مقاله آقای دکتر نوری علا، گفتن که این پروژه ها فردی بود و از طرف حزبی نبود. هر کسی میتونست چه از حزب اشکالی چه از نداره. فرد شما این رو به صورتی میکشونید که انگار ما داریم در حقیقت نفی زحمات شما رو. نه اجازه بدید آقای حبیبی نیای عزیز در یک جنبندی نظرتون رو بفرمایید. من دوست دارم در رابطه با
حداقل یک پیام شفاف ما داشته باشیم از این برنامه، و اون پیام این باشه که این دو گفتمان سیاسی در جامعه سیاسی در حال حاضر، اصلاح طلبی و سکولاریسم، رو یه مقدار روشن‌تر بکنیم و بگوییم به تمام اون دوستان و تمام کسانی که در حقیقت دلشون برای ایران و آزادی ایران میتپه، این نیستش که سکولارهای انحلال طلب طرفدار خشونت و یا مبارزه خشونت‌آمیز هستند. این گفتمان به غلط توسط اصلاح طلبان جا افتاده و ما باید فکر کنم هر ایرانی سکولاری باید با این پدیده مبارزه بکنه. دو این هستش که در جمع‌بندی، الان حدود 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در جمع‌بندی من فکر میکنم که یک مقدار باید آسیب شناسی بکنیم. آسیب شناسی این جریانات که به این صورت، یعنی نشست هایی که در به خصوص بعد از جنبش مدنی ایران، جنبش دموکراسی خواهی ایران و نیازش در حقیقت ضرورتش حس میشد و در حقیقت شکل گرفت، چرا مقطعی بوده، چرا بی نتیجه بوده، چرا در حقیقت توازن نیروها اونجا نبوده، و چرا حالا شما دوباره دفاع نکنید، منظور شما تمام نشست ها نیستید، و چرا در حقیقت وزن سیاسی نیروهای مختلف اونجا نبوده. ما وقتی یک همچین نشست هایی رو در حقیقت شکل میدیم، باید ببینیم مخاطبای ما کدوم مخاطب ها همونایی نیستن که تو اون نشست هستن. ما باید به دامنه مخاطب ها هم توجه داشته باشیم، حالا از رسانه های گروهی گرفته، کسانی که اینترست دارن، از نیروهای خارجی گرفته، از منابع نمیدونم دموکراسی خواهی که میخوان کمک بکنن گرفته، از احزاب و نمیدونم گروه های مختلف گرفته. این تنها ما نیستیم که چند نفر دانشگاهی با تکیه به مبانی تئوری که در حقیقت نظریه پردازان غرب بخوان برای ایران راه حل پیدا بکنن. جامعه داخل ایران هیچ نیرویی هم، من الان نظر خودم رو میگم، هیچ نیرویی در خارج از کشور نمیتونه آلترناتیو باشه مگر با پیوند ارگانیک با نیروهای داخل و جنبش داخل، جنبش اجتماعی داخل. هیچ نیروی نمیتونه مگر اینکه بخواد تکیه بکنه، متوسل بشه به نیروی خارجی. باید. اگر ما بخوایم واقعا آلترناتیو واقعا دلمون برای دموکراسی سوخته، آزادی سوخته، استقلال سوخته، به هیچ عنوان نمیتونیم مدعی باشیم که اون جامعه 33 سال مبارزه کرده، خون داده، جان داده، شکنجه شده، الان با تمام این بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبروست، و ما یه در خارج از کشور بگیم که بله ما در حقیقت معجزه شده و تمام راهکارها و راهبردها رو در دست داریم و آلترناتیو جایگزین نخه. هر جریانی که اینجا شکل میگیره باید بتونه با پیوند با جنبش‌های داخل و با پیوند با نیروی مبارزه داخل بتونه یه چیز رو شکل بده، ولا غیر. وگرنه ما در حقیقت ذهنی فکر میکنیم و یا استادان دانشگاه و جامعه شناسان و کسانی که میخوان آسیب شناسی اجتماعی بکنن پناه برمیدارن، پناه میبرن به تئوری های نمیدونم نظریه پرداز های غرب و میخوان برای مسائل ایران راهکار پیدا بکنن. وقتی ما با شرایط عینی و در حقیقت اون حوادث واقعی در ارتباط نباشیم، خیلی از مسئله پرتیم. این رو باید در نظر بگیریم. آقای امید حبیبی‌نیای عزیز، 2 دقیقه یا 3 دقیقه جمع‌بندی. بله، من باز مجددا تاکید میکنم که همه این کنفرانس ها و نشست هایی که برگزار میشه، اگر که تعادل و توازن نیروها یکسان نباشه، راهکار و نتیجه در روند مبارزه داخلی کشور نداره. به عقیده من بهترین راه برای اینکه ما چرخ رو دوباره اختراع نکنیم این هستش که یک اتاق فکر تینگ تانک داشته باشیم که در به روی همه جریانات باز باشه، جریانات فکری. خوشبختانه ما قحط و رجار نداریم، برعکس اون چیزی که رسانه‌های اصلاح طلب میکوشن که به مردم نشون بدن بگن چند نفر فقط هستن. نه، نداریم. خیلی از اساتید دانشگاه داریم که مقالات علمی و کاربردی مینویسن و خب آکادمیک هست و شاید نیاز هستنش که بیشتر روی اینها کار بشه که مردم تئوری سازی بشه. در نتیجه تو این تینک تانک ها میتونیم شرکت بدیم اینها رو و راهکار ایجاد بکنیم. حالا در مورد اکسیون ها، در مورد جبهه ممکنه که در آینده ما برسیم. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که باید سرنگون بشه، این چون و چرا درش نیست، و نظامی که در پی آن خواهد آمد اینجا جای سوال داره که آیا ما دوباره به همون بلایی که سال 57
تصور میکردیم که یک رژیم دیکتاتوری رو سرنگون میکنیم و یک نظام آزاد برقرار میشه. در نتیجه چون آلترناتیو درست حسابی نداشتیم و روشنفکران و یا بخشی از روزنامه‌نگاران ما هم سکوت کردن، اون عده‌ای هم که سکوت نکردن قربانی شدند، نتونستن جسارت خودشون رو ایفا بکنن، در نتیجه جامعه عقب مونده از اون انتظاراتی که داشت از اون انقلابی که در سال 57 صورت گرفت. نکته‌ای که من میخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی اقدامی که کرده در خارج از کشور اصلاح طلبان را به نوعی، حالا شاید لحن درستی نباشه، ولی به نوعی صادر کرده به خارج از کشور. شما ببینید یک جبهه اصلاح طلبی در خارج از کشور ایجاد شده که برخلاف اون چیزی که آقای هزامی میگن دارای قدرت و دارای هژمونی هست. شما تمام رسانه‌های فارسی دولتی را نگاه بکنید، تمام اینها به اشغال اینها درآمده، تمام لابی ها، تمام ارگان ها، تمام از وزارت خارجه آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا به اشغال اینها درآمده، تمام پول ها و در واقع مخارج اینها تامین میشه و یک جبهه قدرتمند. یعنی من چون با بخش روزنامه نگاران سرکار دارم، شما ببینید در دو سال اخیر 200 روزنامه نگار به خارج از کشور پناهنده شدند. اینها چاره ای ندارن، یا اینکه باید حرف اصلاح طلبان رو بزنن مثل اینکه در داخل کشور بودن، یا اینکه برن دنبال وبلاگ نویسی و دنبال اگر جایی بتونن کتاب فروشی بکنن، یا در واقع حرفه روزنامه نگاری فراموش بکنن اگر که بخوان حرف خودشون بزنن. یعنی آزادی بیان دارن ولی رسانه ندارن، یا اینکه برن در همون رسانه های مثل جرس، بی بی سی، صدای آمریکا، روز آنلاین، دویچه وله، همینا کار بکنن که 99% افرادی که پرزنت میشن اونجا اصلاح طلب هستن، اون 1% برای در واقع ویترین هست که اگر یک نفر رو باشه یک مصاحبه میکنن برای ویترین هست که بگن که به حال بابا ما جنس ما جور شد. برابر این وقتی که این هژمونی در خارج از کشور وجود داره، ما نمیتونیم بگیم که اصلاح طلبان مردن. درست اصلاح طلبان در داخل کشور تموم شد، وجود ندارن، ولی در خارج از کشور اتفاقا وجود دارن و یکی از خطراتی هستش که جامعه ما رو تهدید میکنه، برای اینکه ما دوباره اون بلای سال 57 سرمون نیاد، امثال کسانی که در وزارت کشور، در وزارت اطلاعات، در سپاه پاسداران بودن دوباره بیان خودشون رو به عنوان آلترناتیو مطرح بکنن. در داخل کشور هم شما نگاه بکنید، همین افرادی که در خارج از کشور هستن و اصلاح طلب، کتابشون در داخل کشور منتشر میشه و این خیلی جالبه. روزنامه کیهان دائم اسم اینها رو نام میبره، در حالی که اسم بقیه الف مثلا ه نام میبره یا مثلا هر چیز دیگه ای، ولی اسم اینها دائم همین روزنامه نگاران اصلاح طلب یا سیاست مداران اصلاح طلب در خارج از کشور در روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس، صدا و سیما، 23، همه اینها نام میبره که تبلیغ بشه. ببینید آلترناتیو ما در خارج از کشور کیان، امثال آقای سازگارا، امثال آقای مخمل باف، امثال آقای گنجی، امثال آقای کدیور، امثال آقای مهاجرانی، امثال آقای نبوی. خب پس اینا آلترناتیو ما، مردم ببینید اگه آلترناتیو هم میخواین، اینا هم که چی میگن؟ میگن که جمهوری اسلامی نظام اصلاح پذیر 700 سال ممکن طول بکشه، مردم حالا دنبال خشونت هم نباشه. نکته دیگه که باز میخواستم مطرح بکنم اینه که این تابایی که وجود داره که در مورد تغییر یا انقلاب، جالبه کسانی که خودشون در همین ارگان های سرکوب بودن، در جنایت های دهه 60 دست داشتن، همین ها مخالف انقلاب و تغییر و دگرگونی هستن بدون اینکه از اون جنایت های گذشتهشون در واقع عذرخواهی کرده باشن، حداقل حالا اگر جای دیگه ای که نباشه، و میگن که نه انقلاب خیلی بده، تغییر خیلی بده، خشونت خیلی بده. خب اگر بد بود که شما خب پس چرا در مورد اونا پاسخگو نیستید؟ و موضوعی که خیلی اهمیت داره این هستش که درسته که همه این جنبش‌های دموکراتیک و اینها باید خشونت پرهیز باشند، ولی مردمی که مورد حمله قرار میگیرن حق دارن که از خودشون دفاع بکنن. در ششم دی ما دیدیم که این اتفاق افتاد، مردم از خودشون دفاع کردن و تمام نیروهای سرکوبگر رژیم در اون روز در واقع زمینگیر شدن و شهر در اشغال مردم بود. برای همین بود که اسب تروا را در واقع علام کردن که این جنبش رو بخوابونن، که چون خطر سرنگونی جمهوری اسلامی بود و اگر خطر جمهوری اسلامی سرنگون بشه اصلاح طلبان که در اون جایی ندارن، مگر اینکه از طریق همین لابی هایی که دارن و از طریق همین آلترناتیو سازی ها بتونن این کارو بکنن. این در واقع بحثی است که مطرح است و من باز تاکید میکنم که اتاق فکر و تینک تانک خیلی بهتر از این هست که ما این کنفرانس های مقطعی داشته باشیم. مرسی، خیلی ممنون. دور میزنیم الان میبندم. من تاکید میکنم که در رابطه با این مسئله سیاست خشونت پرهیز، حکومت هم نقش ایفا میکنه. یعنی این حکومت هستش که میزان در حقیقت سلامت این حرکت رو، آرامش و خشونت پرهیزش رو تعیین میکنه.
دیگر اینکه وقتی ما صحبت از اصلاحات میکنیم و انتقاد میکنیم از عمل کرده اصلاحات، این از روی تعصب نیست، این یک انتقاد و یا در حقیقت مخالفت اصولی است، مبتنی است بر تجربه های تاریخی، مبتنی است بر هزینه های سنگینی که جامعه ایران پرداخته. امروز نیروی طرفدار اصلاحات و نیروی طرفدار رهبران ساختارگرا به اعتقاد من بزرگترین ضربه رو به بدنه جنبش دموکراسی خواهی خواهند زد. یک دقیقه خواهش میکنم بفهمید. عرضم به حضورتون که اگر بحث راجع دو دقیقه اگر بحث راجع به وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور هست، ببینین اتاق فکر همه گروه ها دارن کار میکنن. خواهش میکنم به این به طور عملگرایانه نگاه کنین، چگونه ما میتونیم یک پروژه ارائه بدیم که بتونیم ما رو از نقطه A به B ببره. بی چی هست؟ ایرانی آزاد و بی تبعیض. این مستلزم این است که پروژه های مشخصی بیاد روی میز و راجع بهش بحث بشه، آب بندی بشه، نقاط کورش بحث بشه. مسئله این که آیا، من باز تکرار میکنم، امروز جنبش اصلاحات در ایران وجهی نداره. ارتباطاتی که من دارم با دانشجوها و من از من خواستن این رو بگم که این که کاری که آقای خاتمی کرد باعث شد که واقعا این جنبش در حقیقت بمیره، چون حتی به کسانی که توی زندان هستن و دارن هزینه میدن و اومدن ایشون پشت پا کردن. بنابراین اینی که ما میتونیم این قانون اساسی رو اصلاح کنیم یا اجرای بی تنازل قانون اساسی راهکاری است که آقای کدیور ارائه میدن، این اصلا مردمی نیست و از این مسئله گذشته این جامعه ما. اما این وظیفه ما رو عوض نمی‌کنه که آلترناتیوی دموکراتیک و مشخصاً با راهکارهای مشخص ارائه بدیم. کنفرانس‌هایی که برگزار بایستی بشه اینه که پروژه‌ای به این مسائل نگاه کنه، اینها رو به بحث و نقد بذاره و بعد ارائه بده به جامعه مدنی و جامعه رسانه‌ای که بتونن این رو در حقیقت بازتاب بدن و نقاط کورش رو بررسی کنن. این کافی نیست که بگی ما چی نمی‌خوایم. چگونه میتوان به یک جامعه دموکراتیک رسید و وظیفه اپوزیسیون خارجی در کشور چیست؟ مرسی. تشکر. خیلی تون. من با آقای حبیبیان موافقم در رابطه با اتاق‌های فکری. یه چیز کلی بگم، تمام تحولات اجتماعی دنیا از تو همین گروه‌ها و اتاق‌های فلان غیره در اومده، از مریخ نیومده به این ترتیب. نتیجتاً فکر می‌کنم که باید مقدار اینا رو زیاد کرد، باید پلتاکا رو زیاد کرد که انواع اقسام صحبت‌هام داره میشه تو جریان پلتاکا در رابطه با آینده، در رابطه با آلترناتیو، در رابطه با هزار تا مسئله داره میشه. این امروز هم که اینترنت هست، ایران میره، از ایران برمیگره. نتیجتاً اون آلترناتیو که داریم می‌کنیم، جنبش خارج از کشور یا المان‌های خارج کشور کاملا میتونن تاثیرگذار باشن و درون کشور هم میتونه انجام بشه. من فقط در رابطه با اتحاد گفتم چه کارهایی میشه انجام داد و رو اکسیون ها، ولی در رابطه با اینی که بتونیم مسائل رو طرح بکنیم در رابطه با آینده جامعه، اقتصاد آینده جامعه، این هم آدم متفکر داریم. اصلا خود جبهه ملی مگه طرح نداشت؟ انواع اقسام انواع از این پروژه ها داشتن. انواع همین الانش هم گذار هر هفته جبهه ملی هر گذار به دموکراسی بله. هر هفته داره به بحث. میشه من یه نکته بگم؟ نه شما وقتتون تمام شد. راجع به پلتاک شما خیلی خوب بفرمایید. ببینین مسئله همینه، صحبت 33 سال کافی است. شما جامعه مدنی رو با جامعه سیاسی اشتباه میگیرین. جامعه سیاسی وظیفش این است که راهکار نشون بده برای اون آمال و آرزوهایی که جامعه مدنی داره. تمام کسایی که فکر میکنن کار مدنی و کارهای حقوق بشری الزاماً این گفتمان سازیه، آلترناتیو سازی نیست. ما هیچ موقع اشتباه نگیریم. شما حالا به اجازه اتاق فکر رو زیاد کرد. من میگم 33 سال این وقت داشتیم. اتاق فکر هم میتونه در حقیقت در تبادل نظر روی در حقیقت سیاست گفتمان های راهبردی بحث بکنیم، نه حقوق. حالا شما ببینید پروژه‌ای، شما باید پروژه‌ای نگاه کنید. به من پروژه بدید. تبلیغ ایشون پروژه. بله می‌بندیم برنامه رو. با تشکر از شما دوستان عزیز که به این برنامه توجه کردید، با تشکر از شما آقای کامبیز قائم‌مقام، با تشکر از آقای امید حبیبی نیای عزیز که تا این ساعت 5 صبح به وقت شما بیدار موندن. عکس زنده ای داشتن اصلا، فکر کردم 5 صبح قشنگ صحبت می‌کردن. بله جر جمع بندی، ما به
جریاناتی احتیاج داریم که بتوانیم در حقیقت طرح‌های راهبردی بدیم، هیچ شکی درش نیست. و این هم از سوی آقای حسامی، آرام حسامی، طرح نشده 33 ساله که داره طرح میشه، منتها نتوانستیم که این رو به قول شما ارائه بدیم و امیدوارم که بتوانیم در حقیقت با انصاف سیاسی، انصاف اخلاقی، یکی از دلایلی که نتوانستیم ارائه بدیم برای که اپوزیسیون ایران هنوز در تاریخ گذشته به سر می برد. امروز نسل جوان ما، جنبش‌های اجتماعی که در داخل ایران داره صورت می گیره، فراتر و پیشتر از ما برخی از اپوزیسیون خارج از کشور گام برمی داره. همون دانشجوهای اسلامی که در سالهای اول طرفداری از ساختار جمهوری اسلامی می کردن، امروز سکولار هستند، امروز طرفدار دموکراسی هستند، امروز جدای دین از حکومت رو می طلبند. اما برخی از دانشگاهیان ما در حقیقت که طرفداری از اصلاحات می کنن، در حقیقت الگوهای تزریقی استبداد رو به جامعه می زنن. اینها تضادهایی است که ما باید باش مواجه باشیم. امیدوار هستم که بتوانیم همه ایران دوستان، همه آزادی خواهان بتوانن با همین بحث ها یه ذره با هم جنگ و جدل بکنن، اشکالی نداره، مهربان باشیم، آشتی بکنیم، در حقیقت روی اصول مشترکی بتونیم اون اصول راهکارهایی رو کاربردی ارائه بده و با انصاف و اخلاق سیاسی. همه شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ می سپارم، با سپاس از شما بار دیگر و سپاس از آقای آتابای عزیز که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. مرسی.